نام حضرت حق و با ذکر و جمیل و یاد او و با سلام به شما و دیگر دوستانی که در این جمع حضور دارند و مخاطبانی که احیانا بعداً از این سخنان رو خواهند شنید و با آرزوی سلامتی و شادکامی و تندرستی برای یکایک شما دوستان عزیز، اول من فهرست کلی و عناوین کلی سخنم رو خدمت دوستان بگم که یک تصویر ذهنی داشته باشن از مجموعه اون چرا که بناس انشاءالله خدمتون خواهد بگویم و بعد به تفصیل در حد وسع و وقت و زمان و نیاز وارد اونها خواهیم شد. اول همینجا بد نیست که به شما بگویم که هر بار که هر یک از این موضوعات رو بنا دارم مطرح کنم یا به هر حال در دستور کار قرار میگیره میرم بحث رو تنظیم کنم، میبینم که اونقدر این موضوعات و این مباحث وسیع و گسترده است که به راستی جمع کردن اینها یا گزیده یا مهمترین اونها رو انتخاب کردن برای طرح در این جلسه برام خیلی دشوار میشه. یعنی اصلا مطالب اینقدر وسیع و گسترده است و یا حتی گفتنی های لازم و مفید از نظر خودم اونقدر گسترده و وسیعه که در متن کل این داستان اصلا گم میشم و از اونجایی هم که بنا رو بر این گذاشتم که هر موضوع بیش از یک جلسه نشود، از این جهت ناچار سعی میکنم که برخی از نکاتی که در هر موضوعی که در دستور هست بگونه مطرح کنم که حداقل یک فایده‌ای برای دوستان داشته باشه یا احیانا نکات ناشنیده‌ای رو بشنون یا کمتر به اونا توجه شده اونا رو بشنون، وگرنه تکرار مکررات یا اون چیزی که دوستان از قبل میدونن، خوندن، شنیدن سالها. برای اینکه فرض من این است که دوستانی که مخاطب این سخنان هستن عموما اهل مطالعه، اهل فکر و با تاریخ اسلام به خصوص تاریخ زمان پیامبر، زمان خلفا، قرن اول حداقل کم و بیش آشنایی دارن. از این جهت است که سعی میکنم که خیلی تکرار و مکررات نباشه، به نکاتی بپردازم که جای درنگ تأمل بیشتری داشته باشه و از این جهت یه خورده ذهنها رو به تکاپو و تلاش وادار کنه و احیانا موجب پرسش و چالش های جدی بشه. خب عنوان بحث اصلی امروز من همون جنگ های داخلی است که میخواهم حول سه جنگ مهم که در زمان امام علی بن ابی طالب اتفاق افتاد درباره اونها یا برخی از نکات گفتنی در این باره با شما صحبت کنم. خب جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان. در طول حدود کمتر از 4 سال حکومت علی این سه جنگ اتفاق افتاده. عنوان کلی و عامی که میتوان بر این سه جنگ زمان امام علی اطلاق کرد همون جنگ‌های داخلی است که حالا من توضیح خواهم داد. اما موضوعاتی که یادداشت کردم و میخوام که اینجا در حد وقت و زمان در اونا بپردازم 5 موضوعه. 2 تای اولی جنبه تقریبا مقدمه‌ای داره برای ورود به بحث که سعی میکنم که از اینا سریع‌تر رد بشم، ولی 3 موضوع بعدی موضوع جدیتر و مهمتر است که احتمالاً حرفایی برای گفتن هست. 2 نکته اولی، یکی اشارهی به مفهوم جنگ داخلی هست، دوم هم اشارتی به چگونگی و چرایی وقوع این سه جنگ. یعنی در واقع میخوام به این سوال پاسخ بدیم که این سه جنگ، جنگ جمل و بعد صفین و بعد نهروان چگونه اتفاق افتاد. این دیگه در واقع یک اشارت تاریخی است که به احتمال قریب یقین همه شماها از اونها اطلاع دارید، بنابراین این گزیدگویی من و اشارات من هم چیزی بر شما نمی افزاید، ولی در این حال
برای ورود به بحث، برای اینکه ساختار بحث یک انسجامی داشته باشه، ناچار باید اشاره کنم که ما درباره چی داریم صحبت میکنیم. اما سه موضوع مهم بعدی که از نظر من مهمه و باید به اونها اشارات جدی بکنیم، بخشای از اونها بپردازیم، عبارت است از موضوع سوم که باید به بحث گذاشته بشود. آیا انتظار، چون حالا در ضمن اون موضوع دوم یعنی گزارشی از مواقع جنگ جمل و جنگ صفین خواهیم گفت که در این دو جنگ طرف‌های جنگ امام علی یعنی اصحاب جمل و اصحاب صفین معاویه و دیگران، محور اختلافشون با علی و انگیزه جنگشون با علی عرض کنم که خونخواهی عثمان بود، طلب خون عثمان بود، که حالا اون دفعه به مناسبت قتل عثمان یه اشاراتی شد، سوالایی شد، بحثایی شد. حالا به تناسب این بحث باید به این بحث یه مقدار برگردیم. این موضوع سومی است که در واقع به این سوال پاسخ میدم. و بحث چهارم پیامدهای این سه جنگه که من درباره صفین فعلا بحثی نمی کنم، یعنی حذفش کردم به خاطر اینکه پیامدهای صفین خیلی پیامدهای متفاوتی نبوده، ولی خب حالا اگر آش بیفته ممکنه که اشارتی هم به اون بکنم. ولی میخوام به پیامدهای جنگ جمل که دو پیامد مهمه از نظر من باید بنا بپردازیم، و دیگر هم پیامد جنگ نهروانه یا جنگ با خوارجه که اونجا هم به دو پیامد اشاره خواهم کرد. و مسئله پنجم یا آخرین موضوعی که میخوام بهش بپردازم، امیدوارم فرصت باشه یه خورده توضیح بیشتری بدم، مسئله آمار و ارقام و اعدادی هست که در ارتباط با جنگ جمل و صفین و نهروان گفته میشه که تعداد سپاهیان و دو طرف چقدر بوده و تعداد کشته شدگان چقدره. و این هم البته فی نفسه هیچ اهمیتی نداره که حالا مثلا نمیدونم 1000 نفر کشته شدن یا 2000 نفر، یعنی امروز مشکلی از ما رو حل نمیکنه، خیلی ارتباطی به مسائل بیشتر جنبه پژوهشی و تحقیقی داره، اما در این حال یه دیدگاه‌های غلطی رو تصحیح میکنه، یه اشتباهاتی رو تصحیح میکنه که حالا امیدوارم بتونم توضیح بدم و توضیح من انشاءالله روشن باشه. پس کلیات بحث من عبارت از این پنج موضوعه. و اما موضوع اول مسئله عنوان این گفتاره که تحت عنوان جنگ‌های داخلی هست. خب جنگ‌های داخلی من قبلا بهش اشاره کردم، میتوان گفت نخستین جنگ داخلی در میان اعراب جنگ رده بوده. احتمالاً بیاد دارید در اون زمان روی نخستین تأکید داشتم، و حالا ممکنه که ذهن شما متوجه این سوال بشود که خب حالا اگر اون جنگ رده در زمان ابوبکر جنگ اول بود یا نخستین جنگ داخلی بود، پس بنابراین چگونه الان شما جنگ دوران امام علی رو، جمل و صفین و نهروان رو تو جنگ‌های داخلی میدونید؟ اگر این سوال تو ذهن شما بیاد، پاسخ من این خواهد بود که بین این دو تا جنگ تفاوت هست. من این عنوان دوم رو جنگ به اصطلاح داخلی گذاشتم، منظور من جنگ داخلی بین مسلمانان هست. تفاوت اصلی اینه که جنگ رده بعد از درگذشت پیامبر که بلافاصله آغاز شد، در همون سال 11 و 12 هجرت هم طول کشید، تو یک سال بعد از رحلت پیامبر و در زمان تقریبا دوره اول یا دو سوم دوران خلافت ابوبکر رو به خودش اختصاص داد که دنباله اونها هم کشیده شد به مسئله فتوحات عراق و نمیدونم که مسلم ابن حارثه شیبانی و خالد ابن ولید، و که فکر میکنم بر بحث فتوحات بهش اشاره کردم، فتح ایران بهش اشاره کردم. به هر حال اون نخستین جنگی به اصطلاح داخلی بین اعراب بوده است، ربط مستقیمی به مسلمانان نبود، نداشت، به این معنا که مسلمانی با مسلمانی نمی جنگید، بلکه بین اعراب
شبه جزیره بین اعراب حجاز جنگ داخلی اتفاق افتاد که چنین چیزی تا اون زمان رخ نداده بود، سابقه نداشت. دلیلش هم خیلی واضح روشنه، به خاطر اینکه پیش از اسلام که اساساً اختلاف قبائلی بود، قبائل با هم دیگه درگیر بودن، مثلا تو شهر یثرب قبل از آمدن پیامبر دو قبیله بزرگ اوس و خزرج با هم درگیر بودن مدت‌های طولانی، که بعد از پیامبر دعوت کردن که بیاد مدینه و در مدینه به اصطلاح حکم بشه بین دو قبیله. و بعد همین هجرت پیغمبر و همین آمدن پیامبر برای حل اختلاف بین قبائل سبب شد که پیامبر یواش یواش در همون دو سال اول، به خصوص با حملات پیاپی که قریش به مدینه کرد، جنگ احد اتفاق افتاد، جنگ بدر اتفاق افتاد و درگیری‌های نظامی که بین دو گروه اتفاق افتاد، در عرض همون دو سال سه سال اول اون امارت پیغمبر یا قدرت سیاسی پیغمبر بر مدینه و بعد به تدریج بر اطراف مدینه و بعد در سال هشتم بعد از فتح مکه سراسر حجاز، یعنی مکه و مدینه، در اختیار پیغمبر قرار گرفت. و هیچ شاهد و نشانه ما نداریم که پیغمبر از آغاز به قصد تشکیل قدرت سیاسی، به تشکیل حکومت آمده بوده برای مدینه. هیچ دلیلی اصلا وجود نداره، نه در قرآن، نه در روایات، نه در سنت‌های اسلامی، در شواهد و قرائن ما نداریم. پیغمبر یعنی در یک روند طبیعی، در یک روند تعاملات اجتماعی و سیاسی که بین محمد و بین سران قبائل اوس و خزرج از یک سو، که اولا اینا مسلمان نبودن، بعد به تدریج مسلمان شدن، و بعد هم بزرگان یهود و چند قبیله مهم یهود که بودن با اونها هم پیمان میثاق مدینه پیامبر بست، البته با هوشمندی و درایت کامل، با تدبیر کامل این وضعیت رو به اصطلاح مدیریت کرد و سرانجام به اقتدار سیاسی پیامبر منجر شد. هیچ دلیلی وجود نداره که از قبل واقعا چنین نیتی وجود داشته. حالا این خارج از موضوعی بحث منه، میخواستم عرض بکنم که ولی پیغمبر در طول قبل از پیغمبر که جنگ قبائل بود، بین قبائل بود، ولی بعدها در دوران پیغمبر هم که باز همین جنگ قبائل بود، یعنی پیغمبر هم به عنوانی که بنی هاشم بود تحمل نمیشد بنی هاشم و بنی عبد شمس و بنی امیه و بنی فلان. من همیشه شاید در این سلسله گفتارها خدمت شما هم گفته باشم که بعد از این هم حالا انشاءالله برسیم به داستان امام حسن و بعد به خصوص به داستان امام حسین برسیم، این رو من یه خورده دقیق‌تر توضیح خواهم داد که اگر ما بخواهیم واقعا جنگ‌های اسلام رو، جنگ‌های بین مسلمان‌ها رو قرن اول و حتی قرن دوم رو توضیح بدیم، در حول و حوش جنگ بنی‌ها میتوانیم توضیح بدیم. من از این کلمه بنی‌ها استفاده می‌کنم. بنی‌ها یعنی چه؟ یعنی همین قبائل، جنگ قبائلی بود. همون حرفی که ابن خلدون به یه شکلی زد که تاریخ اسلام رو بر اساس عصبیت قبائلی توضیح داد، که به نظر من بعد از تقریبا 900 سال ابن خلدون، متفکر اسلامی و نظریه پرداز نامدار مسلمان در مغرب جهان اسلام، آمد این نظریه پردازی رو مطرح کرد، به نظرم درستم گفت. به هر حال زمان پیغمبرم خب اون 10 سال در مدینه مشخصه، بالاخره جنگ بنی ها بوده، ولی جنگ بنی ها در پنهان بوده، چون پیامبر روز به روز قدرتش بیشتر میشد، گسترش بیشتر پیدا میکرد. همین جنگ ها گاهی پیروزی بود، گاهی شکست بود، ولی سرانجام به خصوص بعد از فتح مکه، بعد از جنگ حنین در قرن در سال نهم، و بعد که سال نهم و دهم رو میگن عام الوفود، یعنی دورانی است که بعد از فکه، بعد از مکه، فتح مکه، نمایندگی ها بود که از سران قبائل می آمدن به دیدار محمد و همینجور قبیله ای یا به تعبیر امروز فله ای می آمدن مسلمان می شدن. حالا این مربوط به دوران پیامبره، اما پیغمبر که از دنیا میره، بعد یه عده یا چند نفری در میان عرب و غیر عرب ادعای پیغمبری می کنن، یعنی جنگ رده رو توضیح دادم، یه عده ادعای پیامبری داشتن مثل انسی و نمیدونم بقیه دیگه سجا و اینها، و یه گروه هم به تعبیر یعقوبی تاج به سر نهاده بودن، ادعای حکومت و قدرت داشتن، که اینا بیشتر تو منطقه ایران بودن، یعنی در منطقه خلیج فارس بودند و
کشورهای کشور که نمیشه گفت ملک کشور به این معنا وجود نداشت، یعنی به اصطلاح قدرت‌های سیاسی محلی بودن که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت و جنگ داخلی در میان اعراب به وجود آمد، اینها هم مدعی استقلال شدن برای خودشان. یه گروه هم بودن که میگفتن که ما زکات نمیدیم، و توضیح دادم که اینکه میگفتن ما زکات نمیدیم، زکات رو به مفهوم مذهبیش نمیگرفتن. اونا میگفتن که محمد یه چیزای یک مالیاتی از ما میخواست و اون رو هم بین مردم در منطقه بین نیازمندان تقسیم میکرد، و حالا او که رفته ما دیگه نیازی نداریم، ما برای چی باید مثلا به شما بدیم. اینا در واقع به عنوان اینکه نه که مسلمان نبودن، این تیپ، البته این گروه سوم مسلمان بودن، به اسلام با باور داشتن، پیغمبرم قبول داشتن، همه چیز قبول داشتن، فقط میگفتن میخواستن که از زیر بار سلطه قریش خودشون نجات بدن. ولی خب ابوبکر رو عرض کنم، البته عمر باش مخالف بود، ولی ابوبکر رو بسیار از مهاجرین و سران قریش در مدینه برای تثبیت قدرت خودشون، برای اینکه میخ قدرت خودشون رو بکوبن، آمدند و عرض کنم که گفتن که نه، هر کسی که زکات ندهد، مثل امروز مثلا کسی هست که مالیات نده، بنابراین این به معنی شورش و مخالفت و طغیان در برابر حکومته، و ما هم به زور شمشیر رامشون میکنیم. و به این انگیزه آمدن به اصطلاح مسئله سرکوب اهل رده رو انجام دادن، و فکر میکنم در همون گفتارم توضیح کافی دادم که این هیچ ارتباطی هم نه به اسلام داشت، نه به محمد داشت، نه به شخصیت پیغمبر داشت، نه به قرآن داشت، نه به اون چی که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده بود، ربطی اصلا به اون زمان چیزی نداشت. یک پدیده تازه بود، یک تحول تازه بود، یک رخداد تازه، یک تصمیم تازه‌ای بود که خلیفه ابوبکر گرفت، که البته به عنوانی که من خلیفه هستم و پیشوا هستم و امیرالمومنین هستم و امثال اینها، عرض کنم که کارش هم پیش برد خیلی خوب. ولی بعد از اون وقت دیگه از زمان 10 سال حکومت عمر، چون ابوبکر سال 11 تا سال 13 خلافت داره، حدود بیش از 2 سال، و بعد سال 13 تا سال اواسط سال 13 تا سال 23، حالا به روایت 24 دوران عمر هست تا اول سال 24، چون آغاز خلافت عثمان محرم هست و آغاز سال 24 هجرت، و از سال 24 هم که تا سال 35 هم دوره خلافت عثمانه، از سال 35 هم تا سال 40 هم خلافت امام علی است. خب در زمان امام علی این جنگا که اتفاق میفته، این نخستین جنگ داخلی بین مسلمانان هست. اون جنگ رده رو در زمان ابوبکر نمیتوان جنگ داخلی مسلمانان دانست. بله یک گروه اندکی بودن که میگفتن که به اصطلاح ما زکات نمیدیم، خودشون رو مسلمان میدونستن، ولی با اونها به اعتبار مسلمانی نجنگیدن، بلکه به اعتبار اینکه زکات نمیدن و میگفتن کسی که زکات نده، که به عقیده من حرف غلطی هم بود، حرف نادرستی هم بود، ولی یک از دین یک ابزار سیاسی ساختن برای تثبیت قدرت خودشون. اما اونچه که در زمان حکومت علی اتفاق افتاد کاملا متفاوت و کاملا متمایزه. از این جهت است که من نام این دوره رو میگذارم دوران جنگ‌های داخلی، جنگ‌های داخلی بین مسلمانان. جنگ داخلی با این انگیزه ها، با این عرض و طول، با این ویژگی هایی که گفته شد، این برای اولین بار در زمان علی اتفاق افتاد. این با جنگ های رده تقریبا ارتباط مستقیمی نداره، شباهتی هم به اون نداره، و برای اینکه اون یک داستان دیگری بود و یک انگیزه های دیگری وجود داشت. این نکته ای اول مقدمه ای بود که آره خودم طولانی شد. و نکته دومم اینه که خب این سوال طبعا مطرح میشه که جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان که در سال نمیدونم از سال 36 و 37 و 38 اتفاق افتاد در زمان علی، اینها چرا اتفاق افتاد؟ اینجا خب نیازی به گزارش‌های تاریخی داره، روایات تاریخی داره، تو منابع اسلامی از قدیم، منابع عربی، فارسی، قدیم، جدید، نمیدونم، فراوان در این زمینه مطلب هست، میتونید خودتون برید مراجعه بکنید. من خیلی در این باره معطل نمیشم. ولی در ارتباط با جنگ صفین، حالا در جنگ جمن که نخستین جنگ بعد از به خلافت رسیدن علی در همون سال اول اتفاق میفته، این به اصطلاح یک گزارش کوتاهی بدم که این
تا حدودی تحلیل ما رو از مسائل بعدی و پیامدها هم روشن میکنه. خب علی وقتی که به خلافت میرسه تقریبا اجماعی در خلافت علی بود. چنین اجماعی به صورت اجماعی مردمی نه در زمان خلافت ابوبکر اتفاق افتاد، نه در زمان خلافت عثمان اتفاق افتاد، نه در خلافت عمر اتفاق افتاد. خب من اگر توضیح بدم باز این وقت از دست میدم، فقط اشاره میکنم که زمان ابوبکر عرض کنم که خلی وقتی خلیفه شد اول یک چند نفری در سقیفه جمع شدن، عرض کنم که اونم یک نزایی که بین مهاجرین و انصار، مهاجرین هم کس دیگه نبود جز ابوبکر رو عرض کنم که ابوبیده جراح و عمر، این سه نفری که رفتن اونجا وقتی فهمیدن که انصار دارن برای خودشون رئیس انتخاب میکنن آمدن اونجا و جنگ لفظی بینشون اتفاق افتاد، نزدیک بود کار به شمشیر و جنگ خونریزی برسه که سرانجام بالاخره با هم توافق کردن و بالاخره اونجا ابوبکر هم عرض کنم که عمر به مردم بسیار کسانی که همونجا بودن گفت که دست این مردم رو میگیره میگذار تو دست ابوبکر با ابوبکر بیعت کنید، یعنی یک نوع به اصطلاح بیعت سوری، یک نوع بیعت تحمیلی. به همین دلیلی که مرحوم شریعتی میگفت که کودتای سقیفه، من خودم تو نوشته های خودم هیچ وقتی از این کودتا از این کلمه استفاده نکردم، با اینکه واقعا هم معتقدم که تا حدودی که اون چیزی که در سقیفه اتفاق افتاد، من این از دید منظر شیعی نمیگم که اصلا علیه علی کودتا کردن یا نمیدونم، نه اصلا میخوام بگم اون چیزی که اتفاق افتاد برخلاف اون تصوری که یه مثلا برادران اهل سنت ما دارن که در اونجا بیعت شورا بود و عموم مردم اومدن بیعت کردن و نمیدونم انتخاب کردن و اصلا انتخابی در کار نبود، بعضی‌ها تعبیر دموکراسی کردن، اهل سنت ما خیلی از اینا تعبیر به دموکراسی میکنن، در حالی که تو سقیفه شریعتی میگه کودتا. من معمولا از تو نوشته هام تو گفتارم از استفاده نمیکنم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه که باعث آزردگی یا دلخوری برادران اهل سنت بشه یا باعث شبهه در نظر دیگران بشه، چون به هر حال این دیگه داستان تاریخی فقط اهمیت پژوهشی داره، وگرنه امروز ثمره ای نداره، ما نمیخوام که بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کنیم. ولی وقتی که دیدم که مادلونگ که یکی از این اسلام شناسان معروف که هنوزم زنده است، شاید نزدیک 100 سال عمر داره و در آلمانی انگلیسیه که در آکسفورد، من تقریبا 18 سال پیش که رفتم انگلستان سفری داشتم، یکی از برنامه های من دیدن همین آقای ویلفرید مادلونگ بوده که بالاخره توفیق پیدا نکردم وقتی رفتم پیش گرفتم، گفتن الان ایشون در سفره، موفق به دیدار ایشون نشدم. ایشون یک کتاب خیلی مهمی داره که آستان قدس هم به فارسی ترجمه کرده به نام جانشینی حضرت محمد که منم از ایران آوردم، الان اینجا بالای پشت سر من هست و از این خیلی استفاده کردم و ایشون عرض کنم که دیدم که در اون کتابم از تعبیر کودتا ازش استفاده کرده. بنابراین وقتی که ایشون استفاده کرد به نقل ایشون، من البته تو یکی از نوشته هام عرض کنم از این تعبیر استفاده کردم، به هر حال اون چه که در اونجا اتفاق افتاد اینجوری بود. بعد عمر هم که میدونید که البته مردم می اومدن تو مسجد بیعت میکردن، ولی بیعت به معنی انتخاب نبود، بیعت این کسی بوده که یه نفر رو کاندیدا کرده بودن فقط هم یه نفر، بعد مردم هم ملزم بودن که بیان از اصطلاح باش بیعت بکنن، بیعت وفاداری بکنن، بیعت به معنی رأی نبوده در صدر اسلام، برخلاف اون چی که از زمان مشروطه بعد در ایران مطرح شد، یکی از نواندیشان ما عرض کنم از بیعت و شورا رو به معنی دموکراسی گرفتن که به نظر من اصلا اینا نیست، نسبتی با این امر امروز نداره. به هر حال مردم بعدن تو مسجد روز بعد بیعت کردن، ولی مردم نقشی در تعیین انتخاب خلیفه نداشتن. عمر رو هم که ابوبکر به مردم معرفی کرد که خود اهل سنت منابع اسلامی اهل سنت میگن استخلاف، یعنی یک نفر که جانشین خودش رو تعیین میکنه. ابوبکر جانشین خودش رو معرفی کرد به عمر و بعد عمر هم آمد و عرض کن روز بعد با مردم از مردم بیعت گرفت. همین مردم نقشی در خلافت عمر نداشتن. خلافت عثمان رو هم که کم بیش میدونیم از طریق شورای 6 نفره عمر بود، یعنی باز مردم نقشی نداشتن. اون 6 نفر نشستن بین خودشون، بالاخره 2 نفر به فینال رسیدن، علی و عثمان،
و سرانجام به دلایلی عثمان انتخاب شد و علی هم بهش بیعت کرد، البته دیگران هم بیعت کردن و بدون مشکل خلافت به ایشان منتقل شد. روز بعدم مردم در مسجد هم با عثمان به خلافت هم بیعت کردن، تموم شد رفت. هیچ مشکلی هم وجود نداشت در اون زمان. اینم یه شیوه سومی بود که عمر ابدا کرد، سابقه نداشت. اما زمان علی واقعا حالا من نمیخوام در این باره صحبت کنم، یعنی از بحث من خارجه. خلافت علی علارغم این که 10-12 نفر از صحابه از جمله عبدالله ابن عمر که در اون زمان یک آدم بسیار معتبری بود، فرزند عمر، خب عبدالله آدم معتبر و مهمی بوده، یا سعد ابن ابی وقاص یا برخی از اصحاب نامدار زمان پیامبر، عرض کنم که با علی بیعت نکردن. ولی بیعت هم نکردن به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که یه عده ای آمدن، چون بلا فاصله به اصطلاح کسانی 2 نفر از صحابه طلحه و زبیر با اینکه اول آمدن بیعت کردن، آمدن به علی فشار آوردن که تو خلافت قبول کن، علی میخواست قبول نکنه. یک هفته مدینه آشوب بود بعد از قتل عثمان و مردم بلا تکلیف بودن. آمدن به علی اصرار میکردن، علی میگفت نه، برید دنبال کسی دیگری. خودشم توی نهج البلاغه آورده دیگه، اینقدر مردم فشار آوردن، هجوم آوردن که گویا فرزندان من میخواستن زیر دست و پای مردم له بشن. سرانجام پذیرفت. حتی طلحه یا زبیر میان به علی میگن که خلافت قبول کن، علی دست جلو میبره میگه که نه، من قبول نمی کنم. شما هر کدام از شما 2 نفر خلافت قبول کردید، دست دراز میکنم، من با شما به خلافت بیعت میکنم. میگن نه، تو حق نسبت به ما هستی، تو صالح تر از ما هستی. سرانجام علی قبول میکنه. علی قبول میکنه، ولی از همون لحظات اول اختلاف شروع میشه. اختلافش که سرانجام به جنگ جمل رسید. اولین کسی که تخم این اختلاف رو کاشت عایشه ام المؤمنین بود. عایشه در دورانی که عمر عثمان کشته شد و علی به خلافت رسید در مکه بود. بعد در راه مکه و مدینه بود که بین راه بهش خبر میرسه که عثمان کشته شد. بعد بلافاصله میپرسه که خب مردم کی انتخاب کردن؟ جواب میشنوه که علی ابن ابی طالب انتخاب کردن. به شدت خشمگین شد عایشه و عصبانی شد و از همونجا برگشت. گفت دیگه به اصطلاح نمیدونم یه جمله عجیبی به کار برد که الان درست بیاد ندارم که این جملهش چی بوده. یه جمله‌ای که از خشم و عصبانیت و ناامیدیش حکایت میکرد. چون فکر نمیکرد که چون او میخواست که بعد از او خودش طلحه که از نزدیکانش بود، ببخشید زبیر که از خواهرزادش بود، او در نظر داشت عایشه در نظر داشت که زبیر رو خلیفه کنه به جای جانشین عمر، چون دعوای سیاسی بوده دیگه، دعوای اختلاف بوده، دعوای بر سر قدرت بوده، دعوای بنی ها که میگم همینه. اونا هم میخواست که برادرزاده خواهرزادش رو زبیر رو بیاد خلیفه بکنه. و برگشت به مکه. وقتی که برگشت مکه، از همون جا یک کانون مخالفان علیه علی در مکه شروع شد. تمام ناراضیان عصر اموی، عصر عثمان، عرض کنم همه اینها، فرماندارانش، همه کسانی را که قبلا قدرتی داشتن، از جاهای مختلف جمع شدن، رفتن مکه دوربر عایشه. عایشه ام المؤمنین، سغولی پیامبر بود، مورد احترام پیامبر بود، همسر پیامبر بود، آدم کوچیکی که نبود، آدم کم اهمیتی که نبود. در صورت در اونجا یک مرکز شورشی شد علیه علی. و بعد علی و عایشه هم سردمدار مخالفان بود و طلحه و زبیر بعد از یه مدت کوتاهی آمدن از علی خواستن که اجازه بدیم ما میخوایم برای زیارت به مکه بریم. علی هم اجازه داد که رفتن. بعد یکی آمد به علی اعتراض کرد و گفت که چرا گذاشتی اینا برن؟ اینا میخوان برن تو مکه، اونجا شورش کنن، اونجا میخوان به عایشه بپیوندن. علی گفت میدونم. خب چرا اجازه دادی؟ گفت کسی که هنوز خلافی نکرده که من نمیدونم جلوشو بگیرم. خب اینا آمده از من اجازه خواستن، تو منم اجازه دادم که رفتن دیگه. حالا چرا اونا اختلاف پیدا کردن؟ حالا من بعدا تو بحث بعدی اشاره خواهم کرد چرا با علی مخالف شدن. به هر حال از همون لحظه آغاز خلافت علی یک کانون شورشی در مکه درست شد حول و حوش ام المؤمنین عایشه. خب بعدم از این ور عرض کنم که ولی عموم مردم، چیزی تفاوتی که خلافت علی داره نسبت به خلیفه گذشته، مشروعیت مردمیشه. در گذشته چه در دوران ابوبکر، چه دوران عثمان، چه در دوران عمر،
در اون سه دوره چند تا نفر از بزرگان میشستن، صحابه میشستن، با هم دیگه تصمیم میگرفتن راجع به خلافت. به قول امروزی ها که این مثلا فشار از بالا بود، از اون بالا یه چیزی به یه کسانی به مردم معرفی میشدن و مردم هم خب با اونا بیعت میکردن، برای اینکه مردم عادی و عامی که نقشی نداشتن، که نظری نمیتونستن عملا داشته باشن. اما تنها در میان خلفای راشدین، خلفای چهارگانه اول بعد از پیامبر، تنها خلیفه ای که پایگاه مردمی داشت، اینو باز من تکرار میکنم برای اینکه کسی تصور نکنه که من از موضعی مثلا شیعی یا از موضعی علاقه یا ارادت و علی بن ابی طالب دارم میگم، نه، به عنوان کسی که چهار ورق خوندم، چهار تا کتاب خوندم و در این زمینه کار کردم دارم خدمتتون عرض میکنم. در مقایسه با اونها حکومت علی از مشروعیت مردمی بیشتر برخوردار بود، برای اینکه حکومت علی، خلافت علی با فشار از پایین بود، یعنی توده های مردم ناراضی. ولی تفاوت دیگر هم وجود داشت و اون این بود که خلیفه اول و دوم و سوم با رأی بزرگان اصحاب در مدینه تعیین شد، در حالی که خلافت علی فقط اصحاب نبودن، بله اکثریت اصحاب پیامبر جز چند تنی با علی بیعت کردن، بعضی ها مثل طلحه و زبیر بیعت کردن، بعد بیعتشو شکستن، جز ناکسین شدن به تعبیر خود علی. اما با همه این حرف ها عرض کنم که حکومت علی به وسیله توده های ناراضی مردم که از زمان عثمان شورش کرده بودن و بعد خلیفه رو کشته بودن، به وسیله اونها بود و اینا هم خارج از مدینه، عمدتا شورشیان عثمان، یکی مرکزش عراق بود، از عراق آمده بودن، ناراضیان زمان ولید ابن عقبه و داستان ها داره، به شدت ناراضی بودن، و یکم مردمان مصر بودن، اینا بودن که آمدن مدینه رو اشغال کردن، وگرنه مردم مدینه نقش زیادی در قتل عثمان و در شورش علی عثمان نداشتن، و همینا بودن که بعدن پایگاه رأی علی، بقول امروزی ها پایگاه خلافت علی شدن. بنابراین جنگ جمل اینجوری اتفاق افتاد که علی وقتی به خلافت رسید یه دی ناراضی بودن، اولین ناراضی و محور ناراضی هم عایشه بود. حالا چرا عایشه ناراضی شده بود؟ اینم خودش داستان دیگری است که از قدیم، یعنی از زمان پیغمبر، بین علی و فاطمه از یک سو و بین عایشه از سوی دیگر اختلاف وجود داشت. دیدگاهشون با هم متفاوت بود، پایگاه فکریشون با هم متفاوت بود، که البته بعضی ها گفتن، من نمیدونم این چقدر درسته یا نادرسته، میگن در اون جریان افک عایشه، تهمتی که به عایشه زدن در جنگ بنی المصطلق، که پیغمبر در جنگا که خودش هم حضور داشت، جنگ بنی المصطلق وقتی داشت برمیگشت، عایشه جاموند و بعد یکی از اصحاب پیغمبر عایشه رو که از پی قافله میآمد، عایشه رو پیدا کرد و عایشه به هر حال چون خوب زن جوونی بود و قدرت راه رفتن نداشت، اونو بر ترک خودش سوار کرد، آورد به کاروان پیغمبر رسون. وقتی که عایشه به این صورت وارد کاروان پیغمبر شد، زمزمه ها زیر گوشی شروع شد که میگن که بله گروه منافقین بودن که این زمزمه رو شروع کردن، و پچه پچ افتاد که ها، عایشه پس به پیغمبر خیانت کرده، همسر پیغمبر بهش خیانت کرده. این پچه پچ اونقدر سرصدا شد و سرصدا به دنبال آورد و اونقدر جدی شد که سرانجام خود پیغمبر هم نسبت به همسرش سرسنگین شد. به نظر می آمد که اگرم باور نکرده بوده حداقل دچار تردید شد. اینجا بوده که پیغمبر جوری سرسنگین شد که دیگه با عایشه حرف نمی زد تو خونه، چون پیغمبر واقعا در میان قبایل عرب، حالا این بحثش اینجا نیست، واقعا چیزی از میشه گفت از معجزات اینه که پیغمبر که یک مرد بود، در دوره مردسالاری عرب بود، با اون ذهنیتی که مردها اون زمان داشتن، دیدگاه نسبت به زنها داشتن، و پیغمبرم خب همسران متعدد داشت، هرگز کوچکترین حتی توهین لفظی نسبت به همسرانش نکرد، برخورد فیزیکی مطلقا نکرد. تنها کاری که پیغمبر میکرد اگر یه همسری ناراضی بود یا اختلاف میشد یا بگو مگو میشد بین زن و شوهر، از کنم پیغمبر خونه رو ترک میکرد، خودش میرفت بیرون. در مورد عایشه احساس کرد که محمد همسرش باش سرسنگینه و باش حرف نمیزنه، براش آزاردهنده بود. از طرف دیگر هم به بیگناهی خودش ایمان داشت، ناچار خونه همسرش رو ترک کرد، رفت خونه پدرش ابوبکر، و پیغمبر با علی مشورت کرد که خب من چه کار کنم با عایشه، در مورد عایشه چه کار کنم. نوشتن که
علی در مقام مشورت به علی گفت، به پیغمبر گفت طلاق بده عایشه رو، زن که برات قصد نیست که شما میتونید زن دیگر هم بگیرید، چرا استرا عایشه رو میخواید نگه دارید؟ حتی بعضیا نوشتن که من البته این رو باور نمی کنم، باور نمی کنم یعنی با سیره علی با دیدگاه مذهبی که در اون زمان حاکم بود، نه با دیدگاه حقوق بشری امروز، این رو قابل قبول نمیدونم که علی مثلا گفته باشه که یا اون کنیز خدیجه رو، ببخشید عایشه رو که همراهش بوده، اون رو احضار میکنه و اون رو شلاق میزنه و میگه که تو علیه مثلا عایشه اعتراف کن یا اون چی که دیدی بگو، که میگن اون رو مثلا شلاق زد یا به قول امروز یا شکنجه کرد، که من این رو با دلایلی رد میکنم که الان جای بحثش نیست. ولی در هر صورت تا اینجا هم نوشتن بعضی ها و میگن البته بعدها بعد از مدتی تو سوره نور فکر میکنم 16 یا 17 آیه میاد و در این آیه عایشه رو از این اتهام تبرئه میکنه، که بعد پیغمبر خودش را میفته میره خونه ابوبکر و با عایشه میگه که بشارت به تو باد که از جانب خداوند وحی نازل شده و تو رو از این داستان تبرئه کرده، که این داستان افک عایشه یا تهمت عایشه معروفه دیگه در میان مفسرین و متکلمین و در تاریخ اسلام معروفه. و عایشه دوباره برمیگرده خونه همسرش، میگن که عایشه از اونجا کینه علی رو به دل داشت و نسبت به فاطمه هم که حسادت میکرد. و حالا اینا گفته شده، باز من امروز نمیتونم با علم غیب بگم کدوم یک از اینا درسته، ولی میگن از اون زمان اون چه مسلمه اینه که عایشه به هر دلیلی، حالا اینا دلیلش بوده یا دلایل دیگری بوده، حسادت بوده، رقابت بوده، دعوای خانوادگی بوده، هر چی بوده، با علی میانه خوبی نداشت. و بنابراین وقتی که علی به خلافت میرسه ناراضی میشه، از همون بین راه مکه و مدینه برمیگرده. شاید دلیل دیگرش هم همون بوده که قبلا اشاره کردم، عایشه انتظار داشت که بعد از عثمان خواهرزادش زبیر رو به خلافت برسونه و ناکام موند، دید که نه، زبیر هم که آمده به اصطلاح با علی بیعت کرده دیگه، به اصطلاح خشمش و کینش و نفرتش افزوده شد. خب بعد وقتی که طلحه و زبیر میان از علی میخوان که اجازه میگیرن برن مکه، علی هم اجازه میده. میگن چرا اجازه دادی؟ میگه خب کاری خلافی نکردم، میدونم که دارم برای نقشه دارم میرم، ولی جلوشون نمیگیرم، نمیتونم بگیرم، من از خلافی نکردم که مانعشون بشم. خب اینا میان تو مدینه در حول و حوش آسه جمع میشن دیگه، داستانش میدونید. و تمام ناراضیان اموی هم دور عایشه بود، بعد طلحه و زبیر، چون هم عایشه بوده هم طلحه بوده هم زبیر، یعنی سه تن از شخصیت های مهم و معتبر عصر پیامبر الان اونجا جمع شدن، یک کانون شورش علیه علی درست کردن. خب علی هم تو مدینه با مردم صحبت میکنه، نیرو بسیج میکنه، اول 600 نفر میفرسته، بعد و تازه زمانی که علی اقدام میکنه برای مقابله با طلحه و زبیر و عایشه به مکه حمله نمیکنه. وقتی علی اقدام میکنه از مدینه خارج میشه که بهش خبر میدن که اصحاب جمل، که معروفشان جمل به خاطر اینکه در این جنگ عایشه بر شتر سوار بود، این جنگ به نام جنگ جمل، جنگ شتر معروف شد، و اینها حرکت کردن به طرف عراق که برن عراق رو بگیرن. و چون قبل از این هم یکی از به اصطلاح بزرگان اموی، نمیدونم کدومشون بوده، که فرماندار بصره بود، بصری ها هم بخشی از اینها طرفدار اموی ها بودن، با خلافت علی مخالف بودن، اینها احساس کردن پایگاهی خیلی خوبی دارن اونجا. عثمان ابن حنیف انصاری هم والی علی هم در بصره بوده، و اینها وقتی که به طرف بصره حرکت میکنن، از مکه میان بیرون به طرف بصره، علی احساس میکنه خب باید به مقابلشون برخیزه دیگه، باید یک اقدامی بکنه به نام امیرالمومنین، به نام خلیفه مسلمانان، به عنوان زعیم مسلمانان، که امنیت جامعه رو باید حفظ بکنه، از حقوق خودش دفاع کنه، از حکومتش باید دفاع کنه، از مردم باید دفاع کنه، جلوی شورش و خونریزی رو باید بگیره. بنابراین میاد به طرف مکه، میاد به طرف عراق، و قبل از آنه که علی به عراق پاش برسه، اونها زودتر میان بصره، بعد حمله میکنن به بیت الما، به فرمانداری، و عثمان بن حنیف رو دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، تمام موهای صورتش رو کنده بودن، تمام بیت المال رو غارت میکنن، همه این کارها رو اصحاب جمل انجام دادن. بنابراین علی وقتی که به عراق میرسه،
بصره در اختیار اصحاب جمل بود. علی میاد پایگاهش رو در کوفه قرار میده و به هر حال در نتیجه در یک محلی به نام خریبه که یک محل بزرگ ایرانی بوده، خریبه یعنی محل خرابه کوچک که قبلا یک اسلحه خانه قدیم ایرانی بوده و بعد از اسلام مثلا در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بود. در اونجا جنگی بین دو سپاه اتفاق میفته که به هر حال سرانجام در یک نیمروز جنگ طول میکشه که حالا فرصت شد راجع به آمار ارقامش هم میگم که این جنگ به نام جنگ جمل معروف شد. به هر حال به پیروزی علی و سپاهی اون منجر میشه و بعد اصحاب جمل شکست میخورن. و حالا خود طلحه و زبیر چرا ناراضی شده بودن، اینم باز تحلیل به اصطلاح گسترده ای داره، ولی اون چنان که در منابع تاریخی آوردن طلحه و زبیر مدعی بودن یا به اصطلاح آمدن از علی طلب کردن که علی زبیر گفت که مرا به امارت کوفه به اصطلاح بگمار و طلحه میگه مرا به امارت بصره. این دوتا خواهان امارت دو شهر بزرگ جدید اسلامی در عراق بودن و علی به اونا نمیپذیره، به اینا میگه که شما دوتا ترجیح میدهم که شما در کنار من باشید، جز شما اصحاب پیغمبرید، شما اصحاب جز بزرگان هستید و میخواهم که مشورت مشاور من باشید و بالاخره نمیپذیره. حالا این گفته شده، این نقل شده، حالا واقعا انگیزه واقعی علی همین بود، دلیل واقعی علی همین بود که میخواست واقعا اینا رو مشاور خودش بکنه، میخواست از مشورت اینها استفاده کنه، به این دلیل حاضر نشده بود یا به دلایل دیگری. ولی خب یک چیز مسلمه و اونم که علی در طول اون 4-5 سال خلافتش نشون میداد که هر یک از اطرافیانش، نزدیکانش دنبال جاه طلبی، مال طلبی بودن با اونا میانه خوبی نداشت. با همین انگیزه هم بود که وقتی به خلافت رسید با امارت معاویه در شامات مخالفت کرد. معاویه‌ای که بعد از برادرش، عرض کنم که برادرش که کشته شد، یزید بن ابو سفیان به عنوان امیر زمان از زمان عمر و عثمان در اونجا بود و بعد از کشته شدن او در یک از جنگ‌ها با رومی‌ها معاویه رفته بود، از زمان عمر والی اونجا شده بود. معاویه رو بلافاصله از فرمانداری، البته اول بلافاصله او رو عزل نکرد، از معاویه گفت که بیا به مدینه که میخواست باش صحبت کنه، ولی معاویه استنکاف کرد. معاویه هم بلافاصله مسئله طرح قتل عثمان و خونخواهی عثمان مطرح کرد. خب حالا بعد خواهم گفت که مثلا انگیزه سیاسی بود، بحث خونخواهی و بحث عدالت و اینجور چیزا نبود و علی هم او رو عزل میکنه و ابن عباس و دیگران عرض کنم میان از علی میخوان که یکم تعامل کنه، بذاره خود قدرتش پا بگیره، بعد معاویه رو برداره. معاویه رو قدرتمندی، تمام شامات در اختیار داره، اونجا منطقه سغولجشی مهمیه، منطقه سیاسی مهمیه. علی میگه من یک لحظه تحمل نمی کنم که معاویه مثلا فرض کنید که فرماندار من باشه. حالا علل عوامل مختلفی میتونه وجود داشته باشه. امروز ما بعد از 1400 سال نمیتونیم نقد بزنیم به 1400 سال پیش، دقیقاً بگیم که تو ذهن علی چی میگذشته. ولی اونچه که گفته شده در منابع تاریخ اینه. پس اینکه جنگ جمل چگونه اتفاق افتاد توضیحش خدمتون گفتم، فشرده. جنگ صفین هم کم و بیش همین جور بود. در همون زمانی که جنگ جمل در جریان بود، معاویه پیرهن خونالود عثمان رو بر مسجد دیوار مسجد دمشق آویزون کرده بود که بعد معروف شده دیگه به پیرهن عثمان، که بهانه قرار داده بود برای به بهانه خونخواهی عثمان با علی مخالفت میکرد. میگفت تا علی به اصطلاح اول که جواب نامهای علی رو نمیداد، علی چند تا نماینده فرستاد و یکی از اونها به دلیل شورشی که در اونجا اتفاق افتاد و از بین راه برگشت، علی ابن عباس رو تعیین کرد برای امارت مدینه به جای معاویه. ابن عباس مخالفت کرد، ابن عباس گفت که من فامیل تو هستم، نزدیک تو هستم، اگر برم اونجا و اونها یک تفسیر دیگری خواهند کرد. به هر حال مخالفت کرد، نرفت. سرانجام به هر حال عثمان اوائل جواب روشنی نمیداد، جواب سربالا میداد، حاضر به گفتگو نبود. بعدم یواش یواش وقتی اصحاب جمل آمدن
عایشه و طلحه و زبیر آمدن مثلا پرچم رو بلند کردن علیه علی و جنگ جمل رو انداختن، معاویه هم امیدوار شد که میتونه که با علی بجنگه. قبلا اصلا فکرش هم نمیتونست بکنه که با خلیفه مشروع، با خلیفه قانونی، با شخص مثل علی بجنگه. ولی سرانجام او هم به قول امروزی ها که شیر شد و به عنوان خونخواهی عثمان در همون زمانی که بود، چون میدونست خودش به تنهایی از پس اون برنمیاد، نامنگاری رو شروع کرد با عایشه و طلحه و زبیر و از اینا دعوت کرد که شما هم بیایید در شام، ما با هم اینجا با هم متحد بشیم، با هم دیگه علیه علی بجنگیم. و اینها نپذیرفتن، به هر دلیلی نپذیرفتن. ولی نامنگاری بین اصحاب جمل از مکه و بین را تا بصره و بعدم با معاویه در جریان بود. امروز توی منابع اسلامی هم به این نامه‌ها اشاره شده. به هر حال بعد از جنگ جمل، جنگ صفین راه میفته. خب زمینه فراهم شد، هرچند اصحاب جمل کشته شدن، طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه اصلا کشته نشد و اسیر شد و علی هم با نهایت احترام او رو سوار به سلام بر سواره فرستاد به مدینه. و در بعضی از منابع هم نوشتن که عایشه تا آخر عمرم بارها اظهار پشیمانی میکرد از اینکه اصلا چرا چنین کاری کرده، چرا چنین اقدامی کرده. حالا چقدر درست چقدر نادرست نمیدونم، ولی از اظهار پشیمانی عایشه هم سخن گفتن. و بعد جنگ صفین هم اتفاق میفته که 4 ماه طول میکشه و سرانجام بازم اصحاب صفین کشته میشن و علی در این جنگ هم البته پیروز میشه. و بعد از اون هم خب جنگ نهروان اتفاق میفته که از گروه خوارج از روش در آمدن و گروه خوارج هم که میگم حالا من درباره پیامدهاش راجبه خوارج هم صحبت میکنم. متاسفانه در این دو بندی که میخواستم یه خورده مختصر صحبت کنم، ولی همین شرح ماوقع یه خورده طولانی شد. اما سه مطلب اساسی و مهمی که هست و از این سومی سری میگذرم، برای اینکه اون دفعه تا حدودی در این مورد صحبت کردم و اگر هم باز نیاز به بحث داشته باشه و میتونیم که در پایان سلسله بحث ها، چون اون دفعه معلوم میشد که توضیحاتی که من دادم خیلی قانع کننده نبود برای بعضی از دوستان، میتونیم مجددا درباره اش صحبت کنیم. مطلب سوم پرسش به این پاسخ است: آیا انتظار خونخواهی خون عثمان از علی درست بود، معقول بود، پذیرفتنی بود یا نه؟ در ارتباط با عثمان صحبت شد. حالا الان من فقط فهرستوار به 3-4-5 نکته اشاره میکنم که امیدوارم سریعتر بتونیم ازش رد شیم. و به گمان من پاسخ منفی است. یعنی تقاضای خونخواهی که طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و دار و دسته این دو گروه از علی داشتن که یا علی بیا قصاص خون عثمان رو تو انجام بده، تو الان خلیفه هستی، امیرالمومنین هستی و بعد هم این افرادی که متهم به قتل علی هستن جز اصحاب تو هن، جز نزدیکان تو هن، جز یاران تو هستن، بیا این وظیفه رو انجام بده و این بر وظیفه تو و تقاضای خون عثمان رو میکردن، از خونبه های عثمان رو میکردن. که اینجا اول اشاره بکنم به این نکته خیلی 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 مهم، این متاسفانه هم فرصتش فرسته. اصلا خونخواهی این یک سنت اسلامی نبود. خونخواهی که سارخواهیه یک سنت جاهلی بود و اسلام آمد اون رو برندا. خونخواهی یعنی چه؟ یعنی کسی که از قبیله من کشته شده، من قبیله مقتول حق دارم هر کس یکی از اعضای قبیله مقتول، نه کسی که مثلا پسر منو کشته، برادر منو کشته، نه پدر منو کشته، نه اگر کسی یکی از اعضای مثلا قبیله ما 1000 نفر آدم داره، اگر یکی از قبیله دیگر بیاد یکی از اعضای قبیله من رو بکشه، من که اساسا هیچ ارتباطی با اون شخص ندارم، فقط عضو یک قبیله هستیم، نه برادر، نه پدر، نه خواهر، نه نمیدونم که پسر عمو، هیچ یک نسبت نزدیکی نداریم، فقط یه نسبت عام قبیله‌ای داریم، همه از قبیله بکر ابن وائلیم، همه از قبیله تیمیم، همه از قبیله بنی هاشمیم، همه از قبیله فلانیم. خب در اون نظام قبائلی بنی هایی که عرض کردم، قانون و سنت این بوده که اگر یکی از این طرف کشته میشد، تمام قبیله قاتل قاتل بود و تمام قبیله مقتول مقتول. هر کسی از این طرف یکی از اعضای اون قبیله رو میدید، میتوانست که قصاص کنه، سار قبیلش از او بگیره. این سنت جاهلی بود. اسلام آمد و سنت پیامبر و قرآن با قاطعیت با سارخواهی مخالفت کرد.
یعنی همه قبیله قاتل قاتل و همه قبیله مقتول مقتول، نه. اسلام آمد رو حقوق فردی تکیه کرد و گفت و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. بینایی خوب توجه کنید، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا. اگر کسی کشته بشود فقط اولیای دم حق تقاضای قصاص. اونم قرآن دو مرحله رو قبلا مطرح میکنه، میگه قبلا اگر عفو کنید فبیه المراد خداوند بیشتر از شما راضی میشه، اگر عفو هم نمیخواید بکنید دیه بگیرید، اگر دیه هم نمیخواید بگیرید بسیار خوب، میخواید که طرف قاتل رو. اما وقتی قبیل قصاص هم میخواید بکنید، قصاص نفس، یک نفر در برابر یک نفر، چش در برابر چش، گوش در برابر گوش، که البته این یه قاعده در یهودی بوده ولی خب اینو توی قرآن هم آمده. به هر حال بیش از اون تجاوز نکنید. به اصطلاح فمن اعتدا علیکم، اعتدا نکنید بر اون قسمت. اگر اعتدا کردید، تجاوز کردید، از حد خارج شدید. خب پس بنابراین از اساس سارخواهی، اون چی که طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و مروان و همه دار دستشون میگفتن سارخواهی جاهلی بود. خب یه نفر کشته شده، بسیار خوب، با معاویه چه ارتباطی داره؟ به طلحه و زبیر چه ارتباطی داره؟ به عایشه چه ارتباطی داره؟ به این همه آدمایی که اومدن کشته شدن، تلف شدن، نابود شدن از دو طرف، به اونها چه ارتباطی داشته؟ اونها چرا باید نابود میشدن؟ حد اکثر چیزی که طبق قواعد اسلامی انجام میشد این بود که یکی از اعضای خانواده عثمان مثلا پسرش می آمد، خیلی خوب طلب خون پدرش می کرد، او حق داشت از نظر قانون شرعی اون زمان حق داشت. بنابراین اساسا این نوع خونخواهی خودش خلاف سنت اسلامی بوده. اما من پاسخم پاسخ منفیه. یک، اولا علی قاتل عثمان نبود و چنین اتهامی هم متوجه اون نبود، یعنی اونها مخالفان هم نمی گفتن، علی نمی گفتن تو عثمان رو کشتی، بلکه میگفتن که بعضی ها میگفتن تو کوتاهی کردی در دفاع از عثمان، بعضی ها میگفتن که خیلی خوب حالا کوتاهی هم نکردی، هرچی هست حالا کشته شده تو به عنوان امیرالمومنین جانشین عثمان باید این کار انجام بدی. در یه روایت جالبه که من دیدم که یه کسی پیش عثمان، پیش مروان، مروان اصولا در دشمنی با علی خیلی شهره است دیگه، بهش گله میکنه که علی درباره خونخواهی عثمان از علی صحبت میکنن و علی رو متهم میکنه به اینکه در قتل عثمان شرکت داشته. مروان علی رو تبرئه میکنه، میگه که نه، علی در قتل عثمان شرکت نداشت. دومم اینکه قاتلان به طور دقیق شناخته شده نبودن، که پراکنده بودن، که اون دفعه هم توضیح دادم علی از محمد ابن ابیبکر که متهم درجه یک بود، که میگفتن که نشسته رو سینه ابوبکر و سرش رو جدا کرده، میپرسه که تو در اونجا نقشی داشتی؟ اون میگه نه من نقشی نداشتم. و یا راجب دیگران، راجب مالک اشتر، راجب دیگران، اینها هیچ کدومشون به اصطلاح قاتل مشخصی وجود نداشت در اون زمان لااقل. سوم اینکه گفته شده علی فرصت پیدا نکرد، که به نظر میاد تا حدودی درست هم هست، معقول هم هست، که بتونه به این امر مهم رسیدگی بکند. اونچنان که از حرفهای علی برمیاد، علی هم در فکر این قضیه بود که رسیدگی بکند. از صحبت‌های مختلف علی، روایات مختلفی در این زمینه هست، آدم میتونه استنباط بکنه که علی واقعا دنبال این قضیه بود، یعنی میخواست این کار انجام بده. ولی علاوه بر اون نکته اول و دوم، اساسا فرصت پیدا نکرد. من توضیح دادم که چگونه جنگ جمل آغاز شد، چگونه عایشه از همون بین راه روز اول خلافت علی برگشت، عرض کنم که شورش علی شروع کرد، بعد از چند ماه هم جنگ جمل اتفاق افتاد و اون داستانها. علی اصلا فرصت این کار رو پیدا نمیکرد. این حرف من نیست، این تحلیل کسانی مثل مودودی، مثل بسیاری از عالمان اهل سنته، این حرف من نیست، یعنی حرف من بلا به عنوان یه علاقمند یا شیعه یا به عنوان علاقمند به علی نیست. بنابراین فرصت به اینم یک پاسخ به اون داده میشه. چهارم این که اگر نظر قواعد حقوقی و شرعی میباس مطرح میشد، اولیای دم در اینجا حضور نداشتن و مودودی و دیگران هم استدلال میکنن، میگن که خب اینجا ولی دم کی بود؟ کی خونخواه عثمان بود؟ معاویه فقط به تعبیر این که از قبیله او بود، از بنی امیه بودن مثلا، به این دلیل. تازه او از بنی امیه بود، ولی طلحه و زبیر چی؟ عایشه چی؟ هیچ ربطی اساسا به اونا نداشته که. و مسئله پنجم هم اینه که
کسانی چون عایشه و طلحه خود متهم به تشویق مردم به قتل عثمان و متهم به قتل عثمان بودند. و این مطلب هم در نهج البلاغه هست، هم در سخنان دیگری هست، نامنگاری هایی که بین علی در جنگ صفین بین علی و معاویه صورت میگیره. علی در اونجا از خودش دفع تهمت میکنه، میگه که دیگرانی که خود متهم به تشویق مردم به قتل عثمان و مشارکت غیر مستقیم در قتل عثمان هستن، اونا امروز از من تقاضای خون عثمان رو میکنن. و از جمله از کسانی که الان روایتش هست، اینم روایت هم ربطی به شیعه و سنی نداره، تمام منابع اسلامی آوردن، کسی که بیش از همه در دوران عثمان منتقد عثمان بود به طور جدی و حتی یک بار گفت چه کسی ما را از دست چه کسی حاضر می شود که این نعسر را بکشد، این آدم پلید را بکشد، این جمله مال جمله مشهور مال عایشه است. عایشه کسی بوده که خواهان به طور مستقیم خواهان قتل عثمان شده بود. اما وقتی که از بین راه مدینه بر میگرده میبینه علی آمده جانشین شده، علی آمده خلیفه شده، یه دفعه صحنه عوض میشه، 180 درجه جریان عوض میشه، عایشه میشه خونخواه عثمان. خب این چیز واقعا شگفت انگیزه. و بنابراین علی، البته تا اونجایی که من الان یادم میاد، علی عایشه رو متهم به قتل عثمان نکرده، یا اگرم کرده غیر مستقیم، ولی به طور مستقیم طلحه رو در قتل عثمان مجرم میدانه. و اگر بنا بود علی رسیدگی میکرد و طبق گفته خودش، اگر این گفته هایی که در نهج البلاغه از علی هست اینا رو ما مورد استناد قرار بدیم و درست باشه، علی میبایست که در کنار مثلا محمد ابن ابی بکر یا نمیدونم دیگران ده ها نفر از صحابه رو هم میبایست که پای میز محاکمه میکشید، یا اینا رو در قتل عثمان شرکت میکرد، به اصطلاح مجرم میشناخت. در هر حال به نظر میآمد قتل عثمان شبیه اون داستانی هست که در هنگام هجرت پیغمبر در مدینه مکه اتفاق افتاد. میدونید که سران مکه در دارالندوه جمع شدن و برای اینکه و تصمیم گرفتن محمد رو در بستر شبانه بکشن. بعد به عنوان اینکه چون میدونستن که اگر کسی قاتل محمد شناخته بشه و بنی هاشم طبق نظام قبایلی اون زمان، اونا ساکت نمیشینن، اونا آروم نمیشینن، بالاخره از قاتل انتقام میگیرن و قصاص خواهند خواست. به همین دلیل آمدن از قبایل مختلف قریش، حالا بعضی ها میگن 40 قبیله بودن، بعضی ها 20 قبیله بودن، از قبایل مختلف متحد قریش از هر قبیله یک جوان رو انتخاب کردن و گفتن شما شبانه تو تاریکی به صورتی که شناخته نشید بر بستر محمد وارد بشوید، همزمان، نه یکی بعد از دیگری به ترتیب، همزمان شمشیرتون رو بر بدن محمد فرود بیارید و محمد اگر کشته شد دیگه قاتل مشخص نیست. خب اونا را سران قریش در دارالندوه نشستن، آگاهانه چنین تصمیمی گرفتن برای اینکه با پیامدش مواجه نشن. پیامد برای اونا خیلی خطرناک بود، بنی هاشم ساکت نمیشستن، چه اونایی که مسلمان بودن خب معلوم بود ساکت نمیشستن، اونایی هم که مسلمان نبودن طبق اون تعصب قبایلی و خونخواهی قبایلی و سارخواهی قبایلی که در اون زمان حاکم بود ساکت نمیشستن. ولی اون چه که در اونجا اونا آگاهانه تصمیم گرفتن، اینجا ناآگاهانه به طور طبیعی اتفاق افتاد. یعنی در قتل عثمان ده ها نفر صد ها نفر شرکت داشتن، از برخی از بزرگان، شخصیت ها و رجال معروف غیر معروف، ولی در این حال قاتل عثمان تا آخران دقیقا شناخته نشد که بوده. خب حالا در این اوضاع و احوال و شرایط علی چگونه میخواست این کار رو بکنه؟ علی هم بارها باش گفتگو کردن، صحبت کردن و گفت منتظر فرصتم، اگر فرصت پیدا میکرد به احتمال زیاد رسیدگی میکرد، نمیدونم، حس و گمانه. ولی جنبندگی من در این قسمت اینه، در این بحث سوم اینه، اینکه اونها حق داشتن خونخواه بشوند یا نه که به نظر من نداشتن یه داستانه، و اینکه واقعا کسانی مثل طلحه و زبیر یا عایشه خودشون در تشویق مردم به قتل عثمان در شورش علی عثمان نقش داشتن یا نداشتن باز یه داستان دیگریه. ولی با این همه به نظر من یک امر مسلمه، از نظر من یک امر مسلمه، و اونم اینه که اصحاب جمل و اصحاب صفین، یعنی معاویه و امویه و داردستشون و عایشه و طلحه و زبیر و یاران و اصحابشون،
با انگیزه سیاسی و برای مقابله با علی دست به شمشیر بردن. با انگیزه سیاسی. این در حالی هست که با هیچ معیاری اینها، یعنی با معیار دارم میگم، نه با معیار قوانین بین الملل امروز و حقوق بشر امروز و نمیدونم که اصلا زمان قانون و قانون اساسی و نمیدونم بین الملل و حقوق بشر این چیزا که مطرح نبود، ولی طبق قواعد اون زمان کسی حق نداشت که علیه خلیفه حق، خلیفه مشروع، مشروع هم دارم میگم، اینجا عدید شیعه نمیگم، عدید حقوقی اون زمان میگم، به هر حال علی ابن ابی طالب به طور رسمی و قانونی با رأی مردم، نظر مردم، خواست مردم شو، خود علی همواره روی بیعت شورا مثلا شورای مهاجر انصار تکیه میکرد. خب اکثریت قاطع مهاجر انصار با علی بیعت کرده بودن، طلحه و زبیر هم بیعت کرده بودن، ولی پیمان شکستن و عهد شکستن. طبق قوانین اون زمان اگر کسی میامد بیعت میکرد بدون هیچ دلیلی میامد بیعت میشکست، از کنم مستوجب قتل و کشتن بود. این قاعده اون زمان بود. حالا این که آمدن در با علی جنگیدن با هیچ معیاری، حتی تأکید میکنم حتی اگر حرفشون هم درست بود، حق نداشتن که با علی با شمشیر برخورد کنن. مودودی و خیلی های دیگه که در این زمینه بحث‌های مفصلی کردن میگن حد اکثر کاری که طلحه، زبیر، عایشه، معاویه میتونستن بکنن این بود که بیان به طور رسمی و قانونی و طبق قواعد اون زمان می آمدن از علی به طور بسیار شکایت می کردن، به قول امروزی ها، یا می آمدن از علی می خواستن که بسیار به این امر و به این مشکل رسیدگی بکنن. حالا اگر علی رسیدگی نمی کرد یا در نهایت عرض کنم که تخلف علی بر اونها ثابت می شد، باز یه بحث دیگری بود، ولی این روند که طی نشد. این مراحل و مراتب حقوقی رسمی طبق سنت اون زمان، من تأکید میکنم طبق سنت اون زمان، طی نشده بود. بنابراین برای چی بعد از خلافت علی بلافاصله یک پرچم خونخواهی عثمانو برمیدارن؟ هیچ ربطی هم به اونا نداشت. بنابراین انگیزه سیاسی کاملا مشخص و روشنه، و حالا اینکه حرفشون درست بوده یا نبوده، این هم به نظر من کاملا روشنه. و این شورش اصحاب جمل و اصحاب صفین علیه علی هم از مشروعیت حقوقی اون زمان برخوردار نبود. همونجوری گفتم، برای اینکه شمشیر کشیدن علیه خلیفه حق، علیه امیرالمومنین، علیه خلیفه هر کی بخواد باشه، ابوبکر باشه، عمر باشه، عثمان باشه، علی باشه، حسن باشه، حسین باشه، معاویه باشه، یزید باشه، این قاعده اون زمان بود. حالا انشالله بعدا راجع به صلح امام حسن که میرسم میگم، در رابطه با امام حسین هم در توضیح بیشتری در این زمینه خواهم داد. این قاعده اون زمان بود. روایات مختلفی از پیغمبر نقل شده که علیه خلیفه مسلمانان یا علیه زمامدار مسلمان حق شمشیر کشیدن نیست، ولو اون که اون شخص غلام حبشی باشد. حالا البته این حرف امروز طبق معیار امروز نجات پرستانه است، که ولی شما دیگه معیار امروز رو به 1400 سال پیش نبرید. اگر این حرف درست باشه، با معیارهای اون زمان بوده. یعنی حتی اگر یه فردی که از عرب نیست، از نژاد برتر عرب نیست، از نمیدونم به قول فردوسی از تخمه‌داران بزرگ عرب نیست و یک فرد خیلی عادی هست و یک سیاهی زنگیه به تعبیر قدیمی ها، در این حال حق، برای اینکه وقتی در مصدر خلافت نشسته به عنوان امیرالمومنین مشروع تلقی میشه، حق شمشیر کشیدن علیه او وجود نداره. خب عرض کنم که من بحث سوم رو هم تموم کردم، اما دو تا بحث تقریبا مهم دیگری باقی مونده. یکی بحث پیامدهای جنگ صفین، جنگ جمل، و یکی هم جنگ به اصطلاح جمل و نهروانه، که در هر کدام در دو من میخوام توضیح بدم. یکی هم راجع به آمار و ارقامه، ولی من الان که ساعت نگاه میکنم ببینم به سرفصل جدیدی رسیدم، عرض کنم که میخواهم از مدیران جلسه مشورتن البته اجازه بگیرم، اگر اجازه میدن صلاح میدونن، برای اینکه من میدونم من در عرض 10 دقیقه رو هم در 20 دقیقه هم نمیتونم که اینا رو من جمع بکنم، چون از نظر من نکات مهمی وجود داره که این نکات لازم است که گفته بشود. از نظر من تا اینجای مطالب اونچنان از نظر من مهم نبودن، مهم همین
بند به خصوص چهارم قضیه است، یعنی پیامدهای جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروانه، که این پیامدها بررسی اینها، توجه به اینها از نظر من مهمه. با توجه به اینکه حدود یک ساعت الان عرض کنم که صحبت کردم، میخواهم از مدیران اجازه بگیرم که برخلاف میل باطنیم این بار هم جلسه رو به اصطلاح به گفتار دوم موکول بکنیم، که در جلسه بعد دیگه لااقل اینقدر حرص نخوریم و اینقدر با عجله و شتاب زده تون تون حرفای خورده به اصطلاح روشن‌تر بیان بشه و حرفا ذهن نشه. اگر مدیران اجازه میدن. نه اشکالی نداره آقای اشکیوری، میذاریم در جلسه بعد که همه بتونن بهتر استفاده کنن. با عجله که مطرح کنین چیزای مهم جا میفته و اون استفاده بهینه‌ای که میخواییم این کلاس ها و دروس بکنیم نمیتونیم بهش برسیم. اشکالی نداره، شما میخواین این جلسه رو به آخر برسونیم، بعد دوستان سوالاشونو بکنن، بقیهشو میذاریم بر ماه آیند. سوال توی تکست اومد، چون اولین سوالی بود که با تکست اومد، من اینو میخونم. گفتن که با تشکر که این برنامه تهیه و ارائه میکنید، اگر ممکنه فهرستوار ترتیب و زمان این جنگ ها و محل جنگ و حکومت آن زمان را ذکر کنید که خب. ولی اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یه نکته قابل ذکر رو اضافه کنم بر اون موادی که قبلا در ارتباط با اقدام علی در مورد قتل عثمان و قصاص قتل عثمان عرض میکنم، که غیر از اون 4-5 موردی که من گفتم و هر حال گزینه‌های مختلفی رو مطرح کردم، یه گزینه هم قابل طرحه و اونم این است که احتمال دارد، احتمال تقریبا قابل معقولی دارد که علی هم مصلحت اندیشی هم کرده باشه، یعنی جدای از اون موادی هر کدوم در جای خودشون معقول به نظر میان، علی مصلحت اندیشی هم کرده باشه، یعنی دیدی که اگر بخواد که و دست به مثلا بنچاق بزنه و ماجرای قتل عثمان رو بیاد، حالا علاوه بر اینکه معلوم نیست که کیا هستند و چی کسانی واقعا شرکت داشتن چی نداشتن و چگونه باید اینا اثبات بشه، بعد جدای از مشکلات و موانعی که بر سر راه این قضیه بود و فکر میکنم مودودی هست که استدلال میکنه که اصلا علی اگر بنا بود که در عمل این کار رو انجام میداد، اطرافیان خودش علیه شورش میکردن، که البته اون رو این رو درست میدونه، یعنی اقدام علی رو درست میدونه و میگه که علی حق داشت که در اون زمان این کار نکنه، اگر هم میشناخت میدونست و میخواست کاری هم بکنه عملا به شورش اطرافیان خودش علیهش. خب اگر همه این فرض ها رو در نظر بگیریم، این فرض معقول می شود که خب علی عرض کنم که در عمل مسئله اندیشی کرده، منتها این یه مشکل ذهنی برای من وجود داره و اونم این است که به ما در طول تاریخ بخصوص در همین زمان خودمون یادمون دادن و به ما گفتن که علی یک فرد مثلا هیچ وقتی مصلحت رو مثلا در پای حقیقت قربانی نمی کرده، حقیقت برای اون مهمتر بوده و به خصوص در دهه 40 و 50 زمانی که من بیاد دارم و از علی به عنوان یک اسطوره ایمان و عدالت و حق طلبی و امثال اینها مطرح بود و بیش از همه مرحوم شریعتی به این ادبیات دامن زد و حقیقت رو من اگر نمیدونم مثل جردانو شمعاجین شوم، اگر نمیدونم چه شوم هرگز حسرت گفتن هرگز حقیقت رو در پای مصلحت قربانی نخواهم کرد و هرگز حسرت گفتن یک آه رو هم بر دلشون خواهم گذاشت، که گاهی اینجور که بعضیا گفتن علی شریعتی در واقع شخصیت علی رو بر الگوی خودش تفسیر میکرد، یعنی اون چیزی که خودش دلش میخواست باشه و علی ابن ابی طالب رو هم در گفتار خودش به صورت یک اسطوره دست نیافتنی مطرح میکرد، هرچند او تلاش میکرد که علی رو به گونه‌ای مطرح بکنه که اسطوره نباشه بلکه در قابل دسترسی باشه، آگاهانه به این توجه داشت و این درست هم بود، اما در عمل ضمن اینکه شریعتی نوع اسطوره زدایی میکرد، اما در عمل خودش هم یک نوع اسطوره
هم تولید میکرد، یک اصوله جدید تولید میکرد. ولی من خودم امروز که دیگه از اون شور و حال جوانی و از اون دوران از کنم انقلابیگری فاصله گرفتیم، در واقع چیز زیادی در ما دیگه نمانده و یه خورده مطالعه و تجربه و اینها ما رو واقع بین کرده، من الان از دید امروز وقتی به قضیه نگاه میکنم میبینم که نه، هیچ سیاست مداری امروز برای من روشن شده، تا حدودی مدلل شده، هیچ سیاست، تا زمان که شما سیاست مدار نیستید، صرفا روشن فکرید، صرفا میخوای حرف بزنید، صرفا میخواد آرمانها رو مطرح کنید، ارزشها رو میخواد ازش دفاع کنید، بله میتونید مطلق نگر باشید، آرمانگرا باشید، هیچ مصلحتی رو به اصطلاح لحاظ نکنید، حقیقت رو پای مصلحت ذب نکنید، بله میشه تا زمانی که صرفا یه روشن فکری فقط حرف میزنید. اما وقتی مسئولیت پیدا کردی، وقتی شدی خلیفه، وقتی شدی امیرالمومنین، وقتی شدی رئیس جمهور، وقتی شدی نخست وزیر، وقتی شدی نماینده مجلس، وقتی شدی فرماندار و استاندار، وقتی شدی قاضی، اون وقتی که همیشه شما نمیتونید، بله اصل برای اینه که شما حقیقت رو در نظر بگیرید، هیچ مصلحتی رو در پای حقیقت قربانی نکنید، اما با همه حرفا یا هیچ حقیقت در پای مصلحت قربانی نکنید، اما در عمل مصلحت اندیشی لازمه خردمندی، لازمه مدیریت یک کشوره. و من در زندگی علی ده ها مورد رو میتونم نشون بدم که علی واقعا مصلحت اندیشی کرد، و حتی در برابر معاویه، وقتی که معاویه رو برکنار کرد بلافاصله، و اونم نه بلافاصله نشد، اول مصلحت اندیشی کرد، رو دعوت کرد گفتگو، برای گفتگو دعوت فرست، کسی رو فرستاد اونجا، عرض کنم که راش ندادن به شامه، یعنی معاویه راه گفتگو رو بست. با همه این حرفا ابن عباس و مغیره ابن شعبه و بعضی از افراد، حتی تا اونجا که بیاد میارم فرزندش حسن، هم با برکناری فوری معاویه مخالف بودن، اما علی به جایی رسید که دیگه احساس کرد که نباید این کار انجام بده، و شاید هم حق با او بود، نمیدونم. ولی میخوام بگم که مصلحت اندیشی، الان همین آقای مازلونگی که گفتم در کتابش اینا، او هم یکی از حرفایی که میزنه، یکی از ایرادهای ضمنی که به علی میگیره همینه که علی بهتر بود که با معاویه یه مدت کنار میامد. ولی خب علی به این نتیجه رسیده بود که نه، نباید بیش از این مثلا باهاش مدارا بکنه. خب میگم شاید هم با او بود، ولی نمیتونیم دقیقاً قضاوت بکنیم. ولی اینکه مثلا مصلحت اندیشی نکنه نمیشه. خب علی مثلا از جنگ صفین داشت برمیگشت، تو از جنگ تو در تمام این جنگ ها و نمیدونم تصمیمات عمده ای که میگیره با اعصاب خودش مشورت میکرد، و مشورت میکرد یعنی چه؟ یعنی بر اساس مصلحت تصمیم میگرفت دیگه. مثلا الان بعدا انشاءالله خواهم گفت، وقتی تصمیم گرفت که بعد از جنگ جمل مقر خلافت رو از مدینه بیاره به کوفه منتقل بکنه، با اعصاب خودش مشورت کرد، بعضیا موافق بودن، بعضیا مخالف بودن، و علی حرف دو طرف شنید و سرانجام تصمیم گرفت. خب یعنی چی؟ یعنی بالاخره بر اساس مصلحت، اگه بناس همه چیز دادم خودش شخصا تشخیص بده و عمل بکنه و بگه نخه من نمیدونم تابع حقم و تا هیچ حرف هیچ کسی گوش نخواهم کرد، که نمیتونه مدیر خوبی باشه. اگر علی این کار میکرد اشتباه میکرد. بنابراین و بعدم از جنگ صفین که برمیگشت، تمام قبایل بین‌الرا رو، قبایل مختلف رو عمدن میرفت تو قبایل، باز بزرگان قبایل با مردم قبایل صحبت میکرد راجع به پیامد جنگ صفین، که جنگ صفین حالا انشاءالله توضیح خواهم داد به مناسبتی، عرض کنم چه مصیبت هایی به بار آورد، چه مشکلاتی به بار آورد، چه برای خود علی، چه برای مردم مسلمان، چه برای همه، و بسیار از خانواده ها داغدار شدن. و جالب این که علی وارد بسیار از قبایل میشد، قبیله فلان زن قبیله میآمد در برابر علی ناله میکرد، فریاد میکرد، با علی اعتراض میکرد، با علی تو بتندی حرف میزد و میگفت که چرا پدرم کشته شد، چرا همسرم کشته شد، چرا فرزندم کشته شد. خب علی هم میشه حرفشون رو گوش میداد، سعی میکرد که توضیح بده برای اینها، قانعشون بکنه، روشنشون بکنه که حالا چه اتفاق افتاده. حالا ما الان نمیتونیم در مقام داوری نیستیم که حق با اون زن بوده یا حق با علی بوده، ولی این کارا رو انجام میداده. بنابراین اینا معنیش چیه؟ همه اینا مصلحت اندیشیه. از این نظر، از نظر شخص من، اگر علی هم در قتل عثمان عرض کنم مصلحت اندیشی کرده باشه، و به خصوص به قول مودودی احساس کرده که اگر دست به این کار بخواد بزنه خیلی ها باید به اصطلاح درگیر بشن،
و این به معنی یک شورش جدید هست، یک جنگ جدید هست، عمدن کوتاه آمده باشه، از نظر من به عنوان یک مدیر عاقل خردمند عمل کرده و هیچ از نظر من جای ایراد نداره. اما راجع به دوران علی، خب دوران علی که همجوری گفتم از سال 35 بعد از قتل عثمان تا سال 40 حدود کمتر از 4 سال 3 سال و 9 ماه فکر میکنم باشه، دوران خلافت علی دیگه، مقر خلافت علی هم که در کوفه بوده، جنگ جمل هم در بیرون شهر بصره در یه محلهی به نام خریبه که گفتم یک اسم قدیمی ایرانی بوده، نامش یه چیز دیگه بوده الان یادم نیست، ولی عرب ها نامشو گذاشته بودن خریبه برای یک به اصطلاح شهر یا یک قصر یا قلعه قدیمی ایرانی بوده که بعد خراب شده بود در دوره اسلامی، بعد مسلمان ها آمدند و بالاخره بعد از البته جنگ جمل بعدها به تدریج اونجا رو آباد کردن، خودش تبدیل به یک مکان و محل مهمی شد و عربا نامشو گذاشته بودن خریبه. خریبه یعنی از خرابه، یعنی خرابه کوچک. نامش در جنگ جمل اونجا اتفاق افتاد. جنگ صفین هم همونجور که از نامش برمیاد در محلی به نام صفین بین عرض کنم عراق امروز و سوریه امروزه، ولی فکر میکنم در محل سوریه بین مرز عراق و سوریه، ولی در محل مثلا عراق امروز ببخشید سوریه امروز به مثلا اتفاق افتاده. الان دقیقا نمیتونم بگم که مثلا شهر امروز صفین الان دقیقا در کجاست و حالا اگر به نوشته های خودم یا به منابع مراجعه بکنم شاید بتونم دقیقا بگم کجا، ولی الان دقیقا یادم نمیاد، ولی در مزرع عراق امروز و سوریه امروزیه. عرض کنم که جنگ نهروان هم که همونجور که برمیاد در کنار نهر فرات فکر میکنم اتفاق افتاده یا یک نهر دیگری، حالا باید انشاءالله یادم بمونه جلسه بعد دقیقا میگم که اصلا خود کلمه نهروان که شده در کنار نهر اتفاق افتاده، یعنی در اونجا این اصحاب جمع مثلا نهروان کسانی که به حکمیت علی اعتراض داشتند و بعدم به علی میگفتن که تو نمیگوش حکمیت میپذیرفتی و حالا انشاءالله بعدا توضیح میدم، علی اینا سرانجام اجتماع کردن در یک به اصطلاح مکانی در کنار به اصطلاح در یک جایی به اصطلاح که حرورا گفته میشد و اونجا تجمع کردن آماده جنگ با علی شدن. علی هم بعد از جنگ جمل تصمیم گرفته بود که تمام بسیج نیرو رو بسیج کرده بود در نخیله بیرون شهر کوفه، اردو زده بود، سپاه جمع‌آوری میکرد که بره به طرف جنگ با معاویه. اصلا قبل از جنگ جمل هم علی در فکر بسیج نیرو برای رفتن به شام بوده، چون علی خطر اصلی را از ناحیه شام میدیده که بره اونجا، ولی جنگ جمل که پیش آمد علی هم قاصد فرستاد، افراد مختلف را فرستاد که با اینها صحبت کرد که دست از این شورش بردارن، ولی چون موفق نشدن بعد آمدن بصره رو گرفتن، بیت المال غارت کردن، عثمان بن حریف رو شکنجه کردن، دیگه علی احساس کرد که باید یه کاری بکنه و سرانجام بالاخره آمد و وگرنه تو مدینه دنبال بسیج نیرو برای رفتن به عراق بود، ببخشید نخیله اشتباه کردم در مدینه، ولی بعد از جنگ جمل بعد دیگه آماده جنگ صفین شده بود و که بسیج نیرو که این یاران سابقش که انشعاب کرده بودن که بعد معروف شدن به خوارج در اونجا اردو زده بودن، محلی به نام حرورا که بعد هم به نام حروریه یا حروریه معروف شدن به خاطر اینکه در اون محل بودن، محلی به این نام در اونجا بودن و سرانجام علی هرچی نصیحت میکنه پیغام و پسخامون که دست بردارید شما از خودمونید، بیایید با ما در اردوی ما، شما هم با معاویه با امویات مخالفید، بیایید با هم در بانا بجنگیم، گفتن نخه، پاره توی کفش کردن که باید به حرف ما گوش بدی و باید چنین چنان بکنی. سرانجام علی که سپاهشو در نخیله در یه محل بیرون شهر کوفه آماده کرده بود از اونجا منصرف شد، اونها رو فعلا موقت رها کرد، آمد به طرف مثلا خوارج معروف، حالا میگم بعدا نامشون خوارج، یاران سابقش، و حالا نصیحت کرد، گفتگو کرد که حالا شاید بعد توضیح بدم، سرانجام راه به جایی نبرد و اونها حمله رو آغاز کردن و علی هم دفاع کرد، چون تمام جنگ ها طبق سنت پیغمبر هیچ وقتی علی چی در جمل چی در صفین چی در نهروان
در هیچ کجا علی اقدام رو به جنگ نکرد، پیش دستی نکرد در جنگ، منتظر میموند که اونا حمله کنن تا علی از خودش دفاع کنه که جنگ بشه جنگ دفاعی. بنابراین جنگ اینا هیچ کدوم جنگ ابتدایی نبوده، که جنگ دفاعی بوده. علی هم همینجوری، امام حسین هم تو کربلا همینجوری بود، با اینکه اصلا دو نیروی نابرابر بودن، ولی امام حسین تا زمانی که اونا حمله رو آغاز نکرده بودن به یاران حسین اجازه به اصطلاح دفاع و اظهار مقاومت نداد. وقتی اونا حمله میکردن که حسین یا یارانش هم دفاع میکردن، که البته اغلب هم جنگ تن به تن بود که دیدی داستانش کاملا جداست. بنابراین در یک کنار یک نهری اتفاق افتاد که بعدا معروف شد به جنگ نهروان. اینا مکانش و زمانی هم که خلافت امام علیه که دیگه گفته شد. سوال دوست عزیز. با سلام خدمت استاد عزیز، بسیار لذت بردیم. این کتابی که شما فرمودین در یکی از جلسات اول، کتاب ستیز و سازش، من رو تهیه کردم، بسیار کتاب جالبیه. در مورد این جنگ ها فرمودین، جنگ های بین عرب و ایرانیان. حالا سوال من در مورد این بود که گویا زنان پیغمبر بعد از ایشون حق نداشتن ازدواج کنن و اینا یک مقرری میگرفتن از بیت المال، و یکی از دلایلی که عایشه انقدر نگران بود که با حضرت علی چجوری مواجه میشه به خاطر همین بود که میترسیدن که مثلا درآمدشون بیاد پایین. میخواستم ببینم شما نظرتون در این مورد چیه؟ یعنی یه مقدار اینا مسائل مالی هم بوده، دشمنی عایشه با حضرت علی، اینا یه مقدار مسائل مالی هم بوده. بله، و همین در مورد معاویه میخواستم بپرسم که چطور ایشون میتونه با حضرت علی مخالفت کنه در حالی که ایشون خلیفه بودن. ولی شما خودتون بس که یه مقدار توضیح دادین که از اجازه نمیداد که حضرت علی اینو عزلش کنه، در حالی که اجازه بود از طرف حضرت علی میامد، ولی معاویه مخالفت که خیلی عجیبه که ایشون میتونست بله در مورد خلیفه، در مقابل خلیفه اینطوری استادگی کنه برای نگه داشتن منصبش. سپاسگزارم. خیلی ممنون. اون نکته اول که فرمودید در همون کتاب ستیز سازشه که پرسیدی؟ بله. نه 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 نه، این جداست. آه جداست. بله بله. بله بله، می‌خواستم تشکر کنم براتون برای که این کتابو ریکامند کردین، چون خیلی کتاب جالبیه. بله بله، خیلی خوبه، مخصوصا یعنی دو امتیاز داره، یکی اینکه محققانه است، یعنی آکادمیک واقعا. بله. شعاری نیست، و دوم هم این که یک محقق زرتشتی این رو نوشته که دیگه به اون تعصب اسلامی نمیچسبه. حالا یه مسلمان اگه تحقیق بکنه میگن شما دارید توجیه میکنید و نمیدونم کل امروزی ها مالکشی میکنید. ولی به هر حال این کتاب خیلی خوبه، دوستانم بخونن، خیلی کتاب خوبی، روشنگره. حتی من نمیخوام بگم همه حرفاش درسته، ولی روشنگره، مفیده، یه به عنوان کار علمی قابل اعتناست. در مورد عرض کنم که عایشه که اینکه چرا نمیتونستن ازدواج کنن، واقعیت امر اینه، من در همین کارهای تاریخ خودم هم نوشتم، حالا انشاءالله به موقع منتشر خواهد شد. یکی از نکاتی که برای من همچنان مبهمه و من نمیتونم، یعنی دلیل قانع کننده برای اون نیافتم، همین ممنوعیت ازدواج همسران پیامبر بعد از پیغمبره. خب این دیگه تو قرآن هم به صلاح من شده، بعد از پیغمبر هم خب من شده، بعد از اون به صلاح چرا نباید یک زن، مخصوصا اگه زن جوانی باشه، اصلا جوان هم نباشه، اصلا پیر باشه، زن 80 ساله، به هر حال وقتی شوهرش میمیره هیچ من شرعی وجود نداره، هیچ من قانونی وجود نداره، هیچ من اخلاقی نداره وجود نداره که بار دوم، بار ششم مثلا بره ازدواج بکنه. یکی از دختران امام حسین که معروف سکینه یا سکینه، البته خود سیش سکینه است، که در زندگی نامش نوشتن دیگه 5-6 بار ازدواج کرد بعد از مثلا، و اول هم فکر کنم سکینه است دیگه، زن مصعب ابن عمر شد، و بعد از اونم هی مرتب ازدواج های مکرر. خب مگر اشکالی وجود داره؟ نه اخلاقا، نه شرعا، نه. برای هر مردی چنین حقی وجود داره، برای هر زنی هم چنین حقی وجود داره. حالا اگر زن پیغمبر، مخصوصا زنایی که بعضی از زنان نسبتا، حالا نسبت به خصوص امروز که جوان بودن، هرچند در مورد سن عایشه اختلاف نظر وجود داره، ولی بر اساس اون شهرتی که وجود داره، اگر 19 سال 10 ساله بوده زمانی که از دنیا رفته، پیغمبر از دنیا رفته، کمتر از 20 سال داره. خب چرا یک زن 20 ساله که بیوه شده نباید بتواند؟ خب این حق عاطفیشه، حق انسانیشه، حق اصلا من کردن به نظر من هیچ توجیهی نداره.
ولی چرا این چنین شده؟ عرض کنم من دلایل قانع کننده ای ندارم. تنها چیزی که گفتند و میتواند معقول باشد، من با این تاکید میگم میتواند معقول باشد، و اونم این است که گفتن که اگر کسانی بعد از پیغمبر می آمدن با یکی از همسرانشون، مثلا عایشه، مثلا مخصوصا عایشه که زن باهوش و سیاستمداری بود، بعد هم دیدیم که چه مثلا فعالیت های اثرگذاری در نیم قرن اول تاریخ اسلام داشت، حالا چه دوران پدرش، چه دوران عمر و چه دوران عثمان، چه دوران علی، این اواخر دیگه بعد از جنگ صفین، بعد از جنگ جمل، میگن خب دیگه منفعل شده بود و دیگه چندان فعالیتی نداشت، ولی به هر حال آدمی بوده خیلی هوشمند، با درایت و فعال و اثرگذار. یعنی میشه گفت تنها زن سیاسی قرن اول اسلام عایشه است. خب حضرت فاطمه که اصلا زیاد عمر نکرد، اگر میموند ممکن بود که به فعالیت‌های سیاسی، حالا به معنی امروزش، یا فعالیت‌های اجتماعی بیشتر می‌پرداخت، ولی چندان تو فعالیت‌های سیاسی نبود. بعد از پیغمبرم که چند ماه زنده بود، حالا 5 ماه 6 ماه زنده بود یا 3 ماه زنده بود، دقیقاً نمی‌دونم که گفتن، در همون دوران محدود هم فقط جز ماجرای به اصطلاح ارث که فدک و این حرفا که گرفتن خلیفه مصادره کرد، یکی دو تا محاجب گفتگو داشت با خلیفه، دیگه بعد از اون هم که دیگه عمری هم که نکرد، بنابراین اون درباره نمیشه قضاوت کرد، ولی درباره عایشه میشه قضاوت کرد، برای اینکه من زمان معاویه هم از دنیا رفت، معاویه هم با معاویه مخالف بود، به خصوص معاویه که برادرش محمد ابن ابی بکر رو به اون شکل فجی در مصر کشته بود، هرگز با معاویه آشتی نکرد. معاویه گاهی او رو طرف مشورت قرار میداد، ولی او هم مشورت میداد با معاویه، اما هرگز با معاویه به اصطلاح رابطه حسنی نداشت، در صورت خب اگر میگفتن که اگر مثلا میامدن فرزن با عایشه ازدواج میکردن، زن باهوشی مثل او، اون وقت اینا میتونستن که از موقعیت ویژه ام المؤمنین و بیوه پیغمبر استفاده سیاسی بکنن یا استفاده مالی بکنن، به قول امروزی ها از رانت پیغمبر استفاده کنن برای رسیدن به جاه و مال و مقام. این گفته شده، توضیح داده شده، ولی اینکه این هم چقدر واقع بینانه است، واقعا در ذهن پیغمبر همین بوده، واقعا به همین دلیل منع شده یا نه، من نمیدونم، من خودم امروز نمیتونم به قاطع بگم، که البته حرف معقولی میتواند باشد، حرف معقولی میتواند باشد، برای که دو تاریخ هم دیدیم وقتی یه شخصیت مهمی از دنیا میره، بعد زنش میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، عرض کنم که اون شخص به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم از موقعیت همسر سابق همسر خودش میتونه استفاده کنه دیگه. یعنی حتی در دنیای امروز هم کم بیش همینه، همسن سالهای ما بیاد دارن که وقتی بعد از کندی رئیس جمهور کشور شما، عرض کنم وقتی ترورشور کشته شد، همسر شاکلین بعد با اوناسیس ازدواج کرد، اون سرمایه‌دار بزرگ اینها، و حد چقدر برای اوناسیس شهرت به برآوردارا، اوناسیس یک مثلا ثروتمند بود و اصلا تو عالم سیاست این حرفا نبود، ولی اصلا اوناسیس به خاطر ژاکلین کندی خیلی شهرت پیدا کرد در دنیا. من بار اول، حالا میبونم خاطرم بگم که تایید هر این حرفم هست، بار اول آمده بودم آمریکا، تازه سال 1997، اون موقع آقای عرض کنم که کی بود رئیس جمهور اسبق اونجا قبل از بوش، کلینتون، کارتر، بله بله کلینتون، کلینتون، بله رئیس جمهور آمریکا بود، و در اون زمان من که آمده بودم آمریکا، دوستان آمریکایی ما در همون لس آنجلس و در همون جاهایی که شما هستید، عرض کنم که خیلی از هیلاری کلینتون که اون موقع مثل امروز شناخته شده نبود، و میگفتن که کلینتون به خاطر هیلاری کلینتون که یک حقوقدان و سخنور برجسته ای هست، به خاطر هیلاری کلینتون که رأی آورده، بنابراین میگفتن که کلینتون، و خواستم معرفی کنم، میگفتن همسر هیلاری کلینتون همسر هیلاریه.
و هر حال این چه زن چه مرد بالاخره از موقعیت ممتاز همسرش میتونه استفاده کنه دیگه. حالا این یه دلیلی است که به نظر من موجهه، ولی واقعا همین بوده یا نه نمیدونم. اما در ارتباط با اون مسئله جنبه اقتصادی، من تا اونجا که حافظم یاری میکنه تا کنون جایی نخوندم و ندیدم که البته مقرره میگرفتن همسران پیامبر از بیت المال، مقرره میگرفتن، همه میگرفتن و عمر این مقرری ها رو بر اساس حسب و نسب و جایگاه افراد تعیین کرده بود. برای همسران پیامبر یک امتیاز قائل شده بود، برای اهل بیت پیامبر، برای فاطمه، برای علی، برای حسن، برای حسین عرض کنم که امتیازاتی قائل شده بود. البته علی این با این دیدگاه مخالف بود، چون علی برابری خواه بود و مساوات گرا بود، در زمان خلافت خودش این سنت عمر رو با اینکه خیلی از سنت‌های برابری خواهانه و عدالت طلبانه عمر رو علی هم قبول داشت و ادامه داد، اما در زمان خلافت خود علی نه، از بیت المال به طور مساوی بین بیت المالی که حق مردم بود بین مردم مساوی تقسیم می‌کرد، اما از زمان عمر بله این تقسیم بندی وجود داشت و این طبقه بندی هم وجود داشت. برای همسران پیامبر امتیاز قائل شده بود، همه همسران، فقط هم عایشه نبود که از این امتیاز برخوردار بود. ولی اینکه این مثلا به این دلیل با علی مخالف بود من نمیدونم، چون وقتی که علی رو کار آمده بود مگر این حق امتیاز مگر اینکه این رو بگیم که چون علی برخلاف عمر آمد این امتیازات رو برداشت، این رانت رو برداشت، از این جهت مثلا عایشه ضرر کرده بود از نظر مالی، بله این میتونه معقول باشه، ولی اون مطلبی که شما میفرمایید من تا کنون برخورد نکردم، نمیدونم و نیاز به بحث و دقت بیشتری داره. خیلی ممنون. سلام، خیلی ممنون از صحبتاتون. صدای من میاد؟ بله میشنوم. بله، سوالی که من دارم اینه که این شما توضیح دادین که این حرفایی که میزنن در مورد عایشه نمیتونه صادق باشه، که دلیلی که ایشون حالا مخالفت کرده کلن به جنگ با حضرت علی پرداخت، ولی هیچ دلیلی هم ارائه نکردیم من اینکه خب پس آخرش چرا کلن عایشه این کارو کرد، و کلن برای من خیلی چیز سنگینیه که ام المؤمنینه و اینقدر ارزش داره بین اهل سنت و ما اینجوری باهاشون رفت، یعنی برخوردمون اینجوریه، و به هر حال اگه فرض کنیم که واقعا حالا حمیرای پیامبر بوده، آیا همین حرفی رو که ما دارم سر فرض کنیم در مورد امام حسین، فرض کنیم امام حسین برای من جالبش این بود که توی سخنرانیاشون میرفته میگفته من نوه پیامبر من رو روی دوش خودش میذاشت، چرا شما داریم با من این رفتارو میکنی؟ خب همینو آدم میتونه بگه در مورد عایشه، یعنی چی که چرا باید اگه این دوتا فرض کنیم هر دوشون در مخوی آدم های خوب بودن، اولا چرا به جنگ کشیده شد، چرا حضرت علی سعی نکرد یه جوری دیگه این مسئله رو حل کنه، و شاید مثلا همین حرفی که خودتون زدین که پیامبر چیز بودن، خیلی با همسرشون مهربون بودن و اینا، و من خیلی در مورد حضرت علی، در مورد حتی حضرت فاطمه نشنیدم چنین چیزی. آیا ممکنه که مثلا ایشون یک کمی مرد سالارانه تر بودن یا هر چیزی در این راستا؟ خیلی متشکرم. بله، راجع به امام علی رو با پیامبر مقایسه میکنید میفرمه مرد سالار تر بود؟ گفتیم حضرت محمد با همسرانشون با توجه به اینکه اون زمان خیلی با خانم ها رفتارهای درستی نمیشده، حتی بهشون فقط قهر میکرد فوقش، ولی میگم در مورد حضرت علی خیلی هم من مثلا همون حضرت محمد هم اولش هم خدیجه یا تنها همسرشون بود تو دوران قبل از ازدواج بعدیشون، و یا مثلا همسرای بعدیشون، یعنی کلا احساس میکنم برخوردشون با جامعه زنان خیلی خوب بوده، ولی در مورد حضرت علی چنین چیزایی رو من نگرفتم. میخوام ببینم که آیا ممکنه واقعا به خاطر این باشه که مثلا اینا دوتاشون آدمای خوبی بودن، اصلا این مشکلی که به وجود اومده به نظر من باید یه کسی یه جوری کوتاه میومده یا نمیدونم. ولی اگه اجازه بدید من توی برای که تکرار نشه در جلسه آینده راجع به پیامدهای جنگ جمل یکی از مسائلی که یادداشت کردم مطرح کنم همینه، بحران فکری و عقیدتی که پیدا شد برای مسلمان ها. خب دو طرف قضیه رو میدیدن، این طرف عایشه ام المؤمنینه، ما میشه نادیده گرفت شخصیتی مثل زبیر ابن عوام ابن خویلد، برادرزاده عرض کنم که خدیجه همسر پیامبر،
و مگه میشه مثلا نادیدش گرفت؟ حتی طلحه میشه نادیدش گرفت؟ خب اونور اونا بودن، اینور هم علی هست، عمار یاسر هست، نمیدونم انبوه صاحبه که اسامی همه اینا هم توی منابع تاریخی آمده که بیشترین مثلا در سپاه علی، چی در جمل چی در صفین، بیشترین صحابه در سپاه در چیز علی بوده. ولی خب بعد دچار بحران شدن، چیکار کنن؟ به همین دلیل بود بسیاری از این افراد که گفتن که به اصطلاح جنگ جمل، وقتی که اصحاب معاویه، اصحاب جمل را افتادن به طرف عراق، مردم مکه انقدر گریه کردن که این روز معروف شد به یوم النهیب، روز ناله و گریه کردن. مردم همه شیون میکردن که خدایا چه داره اتفاق میفته؟ آخر چرا بین دو گروه از یاران و نزدیکان پیغمبر عرض کنم داره یه چنین دعوا و چنین جنگی داره اتفاق میفته؟ خب بنابراین بحران بوده. حالا اجازه بدین اینو من بعدا توضیح خواهم داد. و این بحران یه بحران عقیدتی ایجاد کرد که توضیح میدم. اما اینکه عرض کنم که ما با عایشه، اگر منظورتون دیدگاه رایج شیعه راجع به عایشه است که همراه با توهین و تحقیر و تکفیر است، که من مطلقا با اون موافق نیستم و اون یه دیدگاه اعتقادی فرقه‌ایه و اتفاقا عایشه از جهات مختلف در خورد احترام نقشی که داشت. بعد روایاتی که درست شده راجع به عایشه که مثلا پیغمبر، حتی ام سلمه آمد به عایشه در مکه اعتراض کرد، گفت مگر تو از پیغمبر نشنیدی که حرم پیغمبر باید در خونه بنشینه و حق بیرون رفتن نداره؟ و که اینا اصلا با سنت پیغمبر، با سیره پیغمبر اصلا نمیخونه. ولی به هر صورت اعتراض کرده بودن به خیلی از فقط شیعه نیست، اهل سنت عایشه رو مورد انتقاد قرار دادن، یعنی این سلفی ها و بنیادگراهای اهل سنی ها، چون سنی ها در این قسمت سرکیرتر از ما هستن، عایشه رو از این نظر محکوم میکنن که چرا برخلاف توصیه پیامبر از خونه آمده بیرون، چرا وارد مبارزه و جنگ شده، چرا آمده با علی جنگیده؟ که من به دلایلی که نوشتم عرض کنم که این استدلال رو قبول ندارم. حق عایشه بود فعالیت سیاسی بکنه، حق عایشه بود با کسی مخالفت کنه، حق عایشه بود که هر اقدامی، یعنی حق اسلامی و دینی و انسانی و عقیده، با معیار امروزم نمیگم، با معیار همون زمان میگم. بنابراین ما با من شخصا نسبت به معاویه، به اصطلاح عایشه، از این نظر با این موضوع برخورد نمی کنم. اما اینکه چه اتفاق افتاده، آیا واقعا عایشه حق داشته بیاد با علی بجنگه یا نه؟ خب اینجا من میگم نه. انگیزه حالا بعد خواهم گفت. یکی از توجیهاتی که راجع به حرکت عایشه آوردن همینه که اهل سنت مخصوصا که نه اینور میتونن رد کنن نه اونور میتونن رد کنن، میگن که عایشه به قصد جنگ نیامده بود، اصلا عایشه آمده بود که صلح بین دو طرف ایجاد بکنه، که اینم به نظر من چندان معقول نیست، که حالا دلایلش ان شاءالله خواهم گفت. بنابراین عایشه این که مثل دیگران، مثل طلحه، مثل زبیر، مثل معاویه، مثل خیلی های دیگه، اینی که آمدن با خلیفه مشروع و با خلیفه قانونی، با خلیفه رسمی وارد جنگ شدن بدون هیچ دلیلی، و تنها دلیلشون هم مسئله خونخواهی عثمان بود، که معقول نیست. یعنی تمام اهل سنت هم محکوم میکنن، حالا انشالله میگم تمام اهل سنت، این بحث شیعه و سنی نیست، تمام اهل سنت هم کار معاویه، کار اصحاب جمل و اصحاب صفین رو محکوم میکنن، چون علی رو خلیفه چهارم میدونن، علی رو امیرالمومنین میدونن، و به هر حال از نظر اهل سنت این چهار خلیفه که تفاوت اساسی ماهوی بینشون وجود نداره، هرچند عموما شیخین رو، یعنی ابوبکر و عمر رو در یه جایگاهی برتر می‌نشونن، ولی و یه تعدادی هم هستن که ابوبکر و عمر و علی رو برتر می‌دونن، به عثمان خیلی بدن، از اهل سنت خیلی هم به عثمان منتقدن، ولی به هر صورت این چهار خلیفه، خلیفه امیرالمومنینن، مرد اصحاب پیغمبرن، همه در جایگاهی والایی قرار داشتن. بنابراین اینکه عایشه مثلا حق داره هر نوع فعالیتی بکنه، دلیل نیست که بگیم که خب در اینجا هم این کارش درست بوده. نه، طبق معیارهای اون زمان مثلا نادرست بوده که این کار رو انجام بدهد. و ولی در صورت نمیدونم حالا هم پاسخ سوال شما رو دادم یا نه، ولی در مجموع میتوان گفت که این که فرمودید که پیغمبر نسبت به علی، این رو ما دلایلی خیلی قانع کننده ای نداریم برای این که بگیم حالا
مثلا علی مثلا مردسالارتر از پیغمبر بوده یا نه، این رو واقعا ثابت کردنش یه خورده مشکله، دلیل قانع کننده ای آوردنش مشکله، یا لاقل من الان حضور ذهن ندارم. اما یه چیزی از این به قول شریعتی تیپولوژی دو نفر رو در نظر بگیریم، مجموعه گفتار و رفتار و سیره رفتاری و گفتاری رو در نظر بگیریم، به نظر میاد همان حق با شماست. یعنی بنده با شما موافقم و چنین استنباطی دارم که پیامبر اسلام نسبت به گروه زنان، حتی اون زمان مردسالاری در همه مردان بوده، چه پیغمبر، چه علی، چه عمر، چه ابوبکر، منتها شدت ضعف داشت. مثلا عمر اصلا به شدت ضد زن بود و گفت جمله معروفی گفته بود دیگه، گفته بود که ما وقتی در مکه بودیم ما امیر زنانمون بودیم، وقتی اومدیم تو مدینه با کاری که پیغمبر میکنه، نوع رفتاری که با زنان داره، زنانمون امیر ما شدن، زنان ما بر ما مسلط شدن. اصلا پیغمبر معترض بود، بار آمد به پیغمبر اعتراض کرد. یه بار آمد با دخترش عمر، آمد با دخترش صفیه، ببخشید حفصه، بحث و گفتگو شد بینشون و حفصه گفت که نه همسر پیغمبر که چنین حرفی نزده، ما رو مثلا فلان کاره هم من نکرده. عمر عصبانی شد، گفت این پیغمبر، حالا این تعبیر من الان به این مضمون، گفت که نه اصلا این پیغمبر شما رو پررو کرده و وادار شده که شما در برابر ما وایستید. پیغمبر واقعا در طول اون 10 سال نسبت به ساختار فکری و ذهنی و قبائلی و مرسالاری اون زمان بسیار بسیار نسبت به زنان منعطف بود و بسیاری از مثلا ام سلمه همسر پیغمبر سخنگوی زنان مدینه بود. زنان مدینه که یه چیزی میخواستن به پیغمبر منتقل میشن، حالا یا روشون نمیشد یا نمیخواستن با پیغمبر خیلی رو در رو بشن، میامدن با عایشه میگفتن و ببخشید میامدن با ام سلمه میگفتن، ام سلمه میامد پیغمبر میگفت، چون پیغمبر خیلی احترام برای ام سلمه قائل بود و ام سلمه پیغمبر منتقل میکرد. مثلا این آیه المؤمنون و المؤمنات و اولیاء بعض و این آیه که آمده میگن به دنبال خواسته معاویه، ببخشید اسم عوض میشه، ام سلمه بوده که آمد گفت زنان مدینه این اعتراض دارن که چرا شما بین ما امتیاز قائل هستید. محمد سکوت میکنه، بعد از 2-3 روز میره سراغ ام سلمه و میگه بشارت بر تو که این آیه از جانب خداوند، من نمیدونستم چی جوابی به شما بدم، این آیه از جانب خداوند آمده و من جواب شما را از جانب خداوند میدم. که در اونجاست که میگه مؤمنین و مؤمنات و قانتین و قانتات و نمیدونم بعضهم اولیاء بعضو، یعنی زن و مرد در انسانیت در خلقت آفرینش با هم تفاوتی ندارن. میگن این شأن نزول این آیه رو میگن که بعد از اون حرفی بوده که ام سلمه پیغمبر زده بود. به همین دلیلی که این حرف رو چند بار این دوستمون خانم وسمقی، صدیقه وسمقی که میشناسید، گفته به من، به نظرم حرف درست و دقیقیه. و ایشون میگه که اگر زنان مدینه که سطح خود اونها سطح مطالباتشون به نسبت اون زمان به نسبت پایین بود، اگر مطالبات بیشتری میکردن، بیشتر با پیغمبر حرف میزدن، بیشتر خواستهاشون رو مطرح میکردن، جدیتر پیگیری میکردن، حقوق بیشتری دریافت میکردن. این حرف خانم وسمقیه که به نظر من حرف درستی هم هست و بنابراین پیغمبر این چنین بوده. اما علی چرا؟ علی یه خورده مثل پیغمبر به قول امروزی ها اصولگراتر بود، خیلی جدیتر بود، خیلی همچه به اصطلاح نمیتونم چه تعبیری به کار ببرم که واقع بینانه باشه و درستر باشه. و نسبت به زن هم همینجور، اون انعطاف زمان پیغمبر رو نداشت، واقعیت امر هم همینه. منتها حالا همین عامل سبب شده بود، یعنی از دو سو، عایشه از اون ور خیلی اصولگرا بود، خیلی نمیدونم جدی و خیلی سیاسی بود، از این ورم علی هم همینطور، همین عامل استکاک بین این دوتا هم بوده یا تأثیر داشته نمیدونم. ولی جدای از این قضیه، اون چی که از در اسناد تاریخی ما میتونیم امروز اظهار نظر بکنیم، قاطعانه بگیم که عایشه حق دعوت به شورش و لشکرکشی از مکه به طرف عراق رو نداشته، حق درگیری مسلحانه با خلیفه رو نداشته. حالا علی باشه، هر کسی دیگری باشه، این حق برای مثلا عایشه نبوده. و همین دلیل است که تمام اهل سنت محکوم میکنن اون اقدام عایشه رو.
کنم یه آدم یه خانم باید تحقیق کنه که دلیل عایشه چی بوده، چون با توجه به این چیزایی که شما میگین ظاهرا هیچ دلیل خیلی منطقی نداشته برای این کارش، ولی به نظرم آدم به این احتمالا به هر حال از ام المؤمنین بودن بالاخره یه دلیل خوب باید داشته باشه برای این کارش. خیلی ممنون. بله اگر دلیلی هست یا اگر کسی دلیلی داره که بیاد حق داشته باشه که در برابر خلیفه مسلمانان شمشیر بکشه، خیلی خوب، باید اون دلیل رو شنید و دربارش بحث کرد دیگه. بله خیلی متشکرم. یه تکست دیگه هم داریم که ولی شما جواب دادین توی قسمت قبل و پرسیدن که قرآن گفت، آیا قرآن راجب زنان بیوه پیامبر که نمیتونن ازدواج کنن صحبت کرده یا روایتی که شما اشاره کردین که در قرآن اومده؟ پاسخ دادین آردی. خیلی بله ببخشید چون در حافظم اینه، ولی حالا شما میگید من یه خورده تردید میکنم، من این رو یادداشت میکنم، عرض کنم که مجددا مراجعه میکنم، اگر غیر از این بود خدمتون خواهم گفت، اصلاح میکنم حتما. بله خیلی متشکرم، خسته نباشین. از دوستان گرامی در جلسه هم خیلی متشکریم که با ما بودن. پس انشالله جلسه آینده هم ادامه جنگ های داخلی زمان حضرت علی رو خواهیم داشت و به امید دیدار برای ماه آینده و با سپاس فراوان از شما. خواهش میکنم، تشکر میکنم از همه دوستانی که صبر و حوصله به خرج دادند و لطف کردند. موفق باشید. خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خداحافظ. همه